خب دوستان عزیز، سلام خدمت شما، سلام خدمت آقای سهراب چمنارا و به ایشون خوش آمد میگم. طبق معمول هر هفته دوشنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا با آقای چمنارا شروع میکنیم و پس از اون با شنیدن اون سرود شاهنشاهی میریم به سراغ آقای نصر احمدی. آقای چمنارا، این شما و این هم دوستان عزیز بیننده و شنونده در سر تا سر جهان، بفرمایید. درود بر شما. عرض کنم از هفته پیش که ما این برنامه رو شروع کردیم چقدر ایمیل ها و صحبت ها شده. ما الان دو برنامه اینجا داریم. این برنامه در حقیقت برنامه قانون اساسی، اندیشکده قانون اساسی، و قانون اساسی مترادف هست با دکتر نصر احمدی، چون ایشان البته 20 تا قانون اساسی نوشته شده ولی هیچ کدام کامپریهنسیو تر و کامل تر از قانون اساسی که ایشان نوشته و در 15-16 سال گذشته روش کار کرده وجود نداره. بنابراین این حالا بقیه قانون اساسی ها رو بذاریم برنامه. آقای چمنارا عوض میخوام، کامپریهنسیو یعنی قابل درک تر؟ نه، قابل کامپریهنسیو یعنی شامل همه چیز هست. یعنی کامل، کامل تر، کامل تر. حضرت خواهش میکنم، قانون اساسی ایشان کامله و من که چندین بار اینو خواندم به این با چیزا کم خودم، معلومات کم خودم، دو سه تا بحث روی اون بیشتر نمیتوانم بکنم. به همین دلیلم بوده که از هفته پیش که این کار شروع کردیم، شروع کردم به خیلی از دوستان ایمیل زدن که آقا شما که استاد هستی، تاریخ میدانید، جامعه شناسی میدانید، بیایید توی این برنامه، اسم برنامه هست اندیشکده قانون اساسی، 10 دقیقه سوالات رو بگید، با دکتر نصر احمدی قبلا صحبت بکنید و ایرادات رو بگید توی 10 دقیقه بگید و بعد از یک ویدیو 1 دقیقه‌ای که نشان میده که چرا مشکل اصلی ما قانون اساسی، ایشان به سوالای شما جواب میده. اینه میکنیم یک اتاق فکر، اندیشکده یا هرچی. متاسفانه تو این یک هفته خیلی از دوستان من که خب به علتی فعلا حاضر نیستن، حالا تا اون موقع شما باید به همین شخص من اکتفا بکنید که یه 10 دقیقه بیام اینجا اول صحبت بکنم. علتی هم که امروز آمدم چند تا موضوع، یکی این که ایراد گرفته بودن که چرا شما اسمشو گذاشته اندیشکده قانون اساسی ولی آقای دکتر نصر احمدی همش در مورد شاهزاده رضا پهلوی صحبت کردن. بابا، به خاطر که الان همه دارن بحث شاهزاده رضا پهلوی میکنن و در ثانیه آقای سربی شما سوال کردی و ایشان هم جواب داد. به همین دلیل که من قبلا عرض کردم از آقای دکتر نصر احمدی سوالاتی نکنید که داستان منحرف بکنه، به خاطر که ایشان کافی شما بگید ایشان داستان تاریخ فرزاده برای شما میگن از اون اولش تا آخرش، اینه که وقت ما گرفته میشه. بنابراین موضوع روز بوده و شما سوال کردید. در ضمن خود منم حتی میخوام در مورد شاهزاده یک عرایضی کوتاهی داشته باشم قبل از اینکه ایشان صحبت بکنن. ببینید، ما این برنامه من همونطور که عرض کردم قانون اساسیه و خود شاهزاده حدوداً 15 سال پیش تا از آقای دکتر نصر احمدی میخواد که بره قانون اساسی بنویسه و ایشان از اون موقع شروع میکنه و وقتی قانون اساسیش به اصطلاح درست میشه، مثل فردوسی که شاهنامه شبرده داده به محمود غزنوی، ایشان هم شاهنامه رو میده به شاهزاده. شاهزاده میبینه که این یه قانون اساسیه که خب خیلی مغایرت داره با اون مشروطه و که اینایی که دنبالش بودن، جا فکره یه
تغییراتی رو مشروطه میده و میگه بفرمایینم قانون اساسی شما میشی شاه بلا منازع و میتوانی پارلمان منحل کنی، نخست وزیر انتخاب بکنی، آسفالت خیابان روکش بکنی، نمیدونم هر کاری دلت میخواد بکنی، ایران رو ببری تمدن بزرگ. خب اینطوری نبوده. بنابراین اختلاف ایشان با شاهزاده شروع میشه و خب شاهزاده هم یه کارهایی میکنه که نمیباید میکرد. به اصطلاح ایشان میره مسموم میشه و یک سالی میفته و بعد از این شروع بندم که خب شما خب من بهتر میشناسید، کتابایی که دادم 10 سال پیش نوشتم قانون اساسی راه نجات ایران در روشنایی تاریخ، بعد از اون 3-4 تا کتاب نوشتم همش بند کردم به این که آقا تمام مشکلات ما قانون اساسی ما. یه سال پیش آقای دکتر نصر احمدی پیدا کردیم، گفتیم آقا حرفایی که ما میزنیم شما میزنیم، ما هر دو هر مجمعی که رفتیم با هر دوستی که پیدا کردیم دیدیم که آقا هر گروه به اصطلاح اسم خودشون هم اپوزیسیون میذارن همه هم نصفشان شاه‌ولایی هستن، طرفدار رضا پهلوی هستن. تا آمدیم حرف از قانون اساسی بزنیم بگیم شاهزاده رضا پهلوی اما آقا تو داری ضد چه حرف میزنی، گفتیم آقا خب پس بیا آقای دکتر نصر احمدی بریم در تلویزیون مردم، نمیخوای من بریم تو این تلویزیونای مشهوری که خودشان مدعی ازن چندی میلیون، چون ما اصلا طرف صحبت ما هم افرادی تو لس آنجلس نیستن، مردم و کوچه و بازار ایران هستن که برای مردم و کوچه و بازار ایران هم فرق نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی اخیراً بعد از این 7 آبان که خب مردم 100,000 نفر رفتن، بیشتر از 100,000 نفر با تمام این مشکلات رفتن اونجا و همه رفتن کوروش کوروش گذاشتن و نمیدونم همه اینا، یه 7-8-10 نفر هم آمدن اونجا تولدت مبارک برای شاهزاده که این ویدیو های هم مخواستن به اسم خودشان بکنن و بعد اصلا مسئله خیلی لوس شد. میدونید مردم رفتن برای بزرگداشت کوروش و این دوباره مثل قدیما که جشن فوتبال بوده مردم میرن برای فوتبال چیز میکنن، 4 نفر هم میرن ویدیو میگیره. به هر حال این بود که موضوع شاهزاده پیش آمده، اصلا شده موضوع روز. الان اگرم میخواین در مورد شاهزاده صحبت بکنید برید با ویدیوهای آقای شهرام و همایون گوش بدید، ویدیو آقای دانا رو گوش بدید، اینا رو گوش بدید، دیگه موضوع قانون اساسی به اینجا نکشانید. ولی من میخواستم فقط یک نکته رو بگم و اون این که اگر شما به زندگی شاهزاده نگاه کنید ایشان تقصیری نداره با این آخرین اعلامیه که دادن که من نمیخوام اصلا شاه بشم، یعنی اصلا سلطنت و رضا شاه دوم اینا چه خودشان علنا آمدن با تلویزیون رادیو فردا مصاحبه کردن گفتن نه نقش ما فقط برای دنبال آزادی هستم، من اصلا شاهی هم نمیخوام بشم، دغدغه من هم شاه شدن نیست. که تمام این تفسیرها رو آقای شهرام و همایون برید گوش بدین تو ویدیوهای اون اگر میتونید از طریق اینترنت گوش بدین. من برمیگردم به مصاحبه‌ای که شهبانو که واقعا همه ما ایشان دوست داریم و به ایشان احترام میذاریم، واقعا شهبانو یک خانم خاکی و دوست داشتنی در تاریخ شاهنشاهی ایران بودن. ایشان خودشان میان میگن ما شاهزاده ره من و شاه طوری تربیت کردیم که ایشان اصلا در مسائل سیاسی دخالت نکنه. این عین مصاحبه خود شهبانو هست که چندین سال پیش بود. حالا من نمیدونم با چه زبانی میتوانم بگم که شهبانوی عزیز شما اشتباه کردید، این کار نمیبایست میکردید، باید شاهزاده محبوب ایران میفرستادید توی دبستان نمیدونم سیستان و بلوچستان، یه 2 ماه هم میفرستادینش فیضیه قم، نمیدونم میرفت میگرد توی میگشت توی ایران، مردم آشنا میشد. حالا آمدین شاهزاده ره، خب دردانه خاندان پهلوی بوده، همه ما هم دوستشان داشتیم. ایشان روی رقابت با پسر خالش که در سن 13 سالگی سولو پسر تیمسار خاتم سولو هواپیما رفته، ایشان هم گفته من هم میخوام خلبان بشم. آقا با
باید شاهنشاه آریامهر شهبانو میامدن نصیحتش میکردن چه پای خلبان بشید، تو میخوای شاه بشید، تو باید همین کنار دست من وایسی، بری تو مردم بفهمی مشکلات چیه، برای آینده تو شاه در بیادت بکنم. چه کسی بهتر از خود شاهنشاه آریامهر میتوانسته ایشان تربیت کنه؟ ایشان در سن 16 سالگی میفرستن آمریکا که برای خلبان بشه. خب داستان زندگیش هم میداریم، به کسی که در طول زندگیش اصلا نذاشتن به قول خود شهبانو از داست زندگی مردم آشنا بشه، میره شهبانو وقتی که ما تو جنگ بودیم 8 ساله، خب چه از شاهزاده میدونیم، گردش های ملوکانش، خانم شعر و نمیدونم اینا، تا اینکه میرسه به همین سال 2001 که 9/11 پیش میاد و مجاهدین آزاد بکنن، آمریکا میاد اینم میگه که آقا تو هم بیا فعالیت بکن. تو این 16-17 ساله ایشان چند تا سخنرانی کرده، هی از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه. چرا؟ چون نه تحصیلات چه داره، آدم خوبیه، یعنی منم شخص شاهزاده رو من از صمیم قلب دوستش دارم، ولی همین طوری که احمد برید تو برنامه آقای همایون بیه که بعد از مدت ها میرسید و همون عرایزی که بنده در مورد ایشان کردم که آقا ایشان اصلا برای مبارزه ساخته نشده، خودش هم میگه آقا نمیخوام مبارزه بکنم، ولی مشکلش اینجاست. حالا عرض میکنم خدمت، مشکل شاهزاده در اینه که میاد در آخر مصاحبهش دوباره همون حرفی میزنه که ایشان به من در 7 سال پیش زد. یعنی من کتابامو براش فرستادم، اونم کتاب از طریق دوست مشترک من برای من فرستاده، من با شخص ایشان مستقیم مکالمه نکردم، ولی از طریق خیلی دوست کانفیدانتشان، دوست صمیمیشان باشان در مذاکره بودم، مکالمه بودم، که حتی ایشان وقتی من مسئله قانون اساسی براشان تقریب گفته آقای چمن خب ما هم همین حرفه میزنیم، آخه شما این حرفه نمیزنید. آخر مصاحبهش بعد از اینکه 1 ساعت حرف میزنه میگه من دنبال آزادی ایران هستم، و وقتی مصاحبه کننده ازش میپرسه که خب آقا بعد وقتی که آزاد شد شما میگه در اون موقع مردم تصمیم بگیرن چی؟ آقا مردم قضاوتشان در مورد آمریکا وقتی یک شخص کشور ثالثی میخواد بپرسه که آقا آمریکا چطور کشوریه، در اون طرف میگه آقا این قانون اساسی آمریکاست. ازش میپرسن آقا جمهوری اسلامی چی میگه، میگه که آقا میگه اینه، میگه قانون اساسی جمهوری اسلامی. حالا من قانون اساسی دکتر نصر احمدی هم ندارم، چون اونم دادمش به یکی از دوستام که اونم بخونه، و من کتابای ایشان از روی اینترنت خواندم. ما میگیم که آقا برای این که بفهمیم این آینده این مملکت چیه باید قانون اساسی که بفهمیم چیه. ما داریم میگیم که آقا اگر میخوای جمهوری اسلامی شما، من که نمیگم سرنگون، ادهی که میگن میخوای سرنگون، آقا اینه سرنگونش کردی، میخوای چیه جانشینش بکنی؟ اون چیزی که میخوای جانشینش بکنی تعریفش فقط با قانون اساسیشه. شما اگر قانون اساسیه برای من گفتید اینه، بعد اون موقع من میفهمم آقای رضا پهلوی چی میگه. ولی حرفی که ما با آقای شاهزاده داشتیم از چندین سال پیش که آقای شاهزاده شما به چه قانون اساسی معتقد هستید، ایشان قانون اساسیش نمیگه، حتی نمیگه قانون اساسی مشروطه، اون قانون اساسی که من میخوام در ایران پیاده بکنم. از ایشان سوال میکنی میخوای نخست وزیر بشی یا شاه بشی، میگه بعدا مردم تعیین میکنه. آخه این که نشد. حالا ما بعد از این همه مدت اصلا ناامید شدیم از تمام این اپوزیسیون. آقای دکتر نصر احمدی گفتم ما بیای اندیشکده درست کنیم که این قانون اساسی پیاده بکنیم. حتی امروز هم اگر تمام ملت ایران بدانن این قانون اساسی که نمیدانند، و هدف ما سر اینه که اینها بدانن قانون اساسی چیه، برای اینکه بدانن ما باید ارکان هویت ایران در ایران دوباره زنده بکنیم که ایشان در غیر این صورت،
در غیر این صورت اگر که ما ارکان هویت ایرانی در این ایران معرفی نکنیم و مردم هویتشان دوباره به دست نیارند، شما بهترین قانون اساسی که به اعتقاد من پیشنهادی آقای دکتر نصر احمدی بخواید ببرید در ایران پیاده بکنید، هیچ کس اصلا حرف اصلا شما امروز برو توی خیابان ولی هست بگو آقا آمدن میخوام اینجا در مورد قانون اساسی با تو ما صحبت کنم، برو با خدا پدرت بیام مرزا، ما باید روزی صبح از منزل میایم بیرون تا ساعت غروب بریم کار بکنیم که بتونیم یه لقمه نان و پنیر و هندوانه بذاریم جلو زن و بچه‌مون، حالا تو اومدی برام قانون اساسی میگی؟ آقا اینقدر ما بدبختی و بیچارگی داریم، قانون اساسی اصلا کسی نمیفهمه چیه تو ایران، اینها رو باید تبلیغ کرد بدن مردم قانون اساسی یعنی چه. برنامه ما این برنامه که الان بخوایم صحبت کنیم که من معذرت میخوام 20 دقیقه شد، فقط و فقط به خاطر معرفی قانون اساسیه و باید با زمینش آماده بکنیم. بنده هیچ عرضی ندارم و اگر هفته های آینده کسی پیدا شد که بیاد جای من صحبت بکنه ایشان میاد، اگر نه من صحبت میکنم، اگر آقای دکتر نصر احمدی هم وقت اضافی خواستن که امروز میتوانن 2 ساعت برای خودشون صحبت کنن، چون با شما قبلا صحبت کردم کسی دیگه نیست، میتونن بعد از این بیان هر چی دلشان خواست بگن. هدف ما قانون اساسیه و برای قانون اساسی پیاده کردن باید هویت ایرانی بهش برگردانیم. بنده دیگه عرضی ندارم، میکروفون در اختیار شما میذارم آقای سربی که ببرمید که ویدیو نشان بدین که مردم بدانن که آیت الله خاتمی داره به زبان میگه، اینه هی تکرار باید بکنی، میگه آقای رضا پهلوی تو هم اگه بخوای بیای آزادی در ایران پیاده بکنی، همین امروز توی بکنیم رئیس جمهور دو جمهوری اسلامی هیچ فرقی نمیکنه، چون نظام ما یه چارچوبه داره، این چارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامیه، تا زمانی که شما این قانون عوض نکنید هی فایده نداره حرف از سکولاریزم بزنید، حرف از این بزنید، حرف از اون بزنید، آقا میخوایم بریم ایران نابود سپاه منحل بکنیم، نمیدونم آقا چی میخوای بکنید، بشین با اینا. و حرف من با آخوندام با سران رژیم اینه که آقا اگر شما این اقدامات نکنید این مملکت منفجر میشه و یک سرنوشتی مثل سوریه در انتظار ماست. تنها راه آمدن به یک قانون اساسی به صورت آرام اینه که ما از همین الان با شما زعمای قوم خبرگان رهبری بیایم مذاکره بکنیم و قانون اساسی جدید با شما مذاکره بکنیم، کاری که 38 سال پیش 10-12 نفر رفتن با آقای خمینی صحبت کردن و نتیجهش این شد که ما الان در دست داریم. بنده عرضی ندارم، شما بفرمایید سروده بزنید و بعدا بریم خدمت آقای نصر احمدی. بسیار ممنونم از شما، فقط اجازه بدیم به دوستان بگم این دعوتی که شما کردید، اگر کسانی هستن که مایل هستن در این برنامه ها شرکت کنن تا صحبت بشه، بحث باز بشه، گفت و شنود داشته باشیم، دوستان لطف کنید مستقیما با آقای سهراب چمنارا که فیسبوک دارن، خیلی هم روی صفحهشون فعال هستن، تماس بگیرید و ایشون ترتیب میدن که شما بیاین به جای خودشون اول شما صحبت کنید. این برنامه ها تهیه کننده و صاحبش آقای چمناراست. من اینجا همونجوری که گفتم دوتامون داریم با هم صحبت میکنیم. بفرمایید چی گفتید آقای چمنارا؟ عرض کردم با من تماس نگیرن، با آقای دکتر نصر احمدی اول با هم بحث جدل چیت بکنن و بعد دکتر نصر احمدی به ایشان میگه خب حالا شما برید 10 دقیقه این حرفاتانه در اونجا بزنید که من جواب بدم. من کار من آقای سربی همونطور که عرض کردم اروزم براتون پیش گفتم، این قانون اساسی مثل تایتانیک داره راه میده، به خاطر اینکه این تایتانیک نخوره به کوه یخ و همون سرنوشت دنبال نشه، ما باید 4 چیز ارکان اربعه هویت ایرانی در ایران زنده بکنیم. اینها کار منه، یعنی من در مورد قانون اساسی ما یه پیشنهادی داریم در unitediranian.com نوشته شده، پیشنهاده یعنی گفتیم چند مادهش اینطوری بشه، ولی اگه میخواییم بحث قانون اساسی بکنید یعنی در 10 دقیقه یک رو بس اول قبل از آقای نصر احمدی صحبت کنید با خودشان تماس بگیرید و ایشان به شما میگن که آقا به جای چمنها را آقای ایکس یا خانم ایکس میخواد
ده دقیقه صحبت کنه. بسم الله. بسیار ممنونم، اجازه بدین از شما خداحافظی کنیم. پس من اینو تصحیح میکنم، دوستان اگه مایلید که در برنامه ها شرکت کنید با شماره تلفن 818-201-5779 تماس بگیرید. آقای چمنه را به امید دیدار میریم، اون آهنگ یا سرود رو بشنویم، بعد با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم بود. همونجور که شما گفتید میتونن ایشون 100 دقیقه صحبت کنن تا ساعت 5 بعد از ظهر وقت ما، و دوستان هم میتونن اگر پرسشی دارن با خود ایشون مستقیما تماس بگیرن. مرسی که با ما بودید. خدا خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، این ویدیویی رو که آقای چمنارا فرستادن با هم ببینیم و بشنویم که به نظر من حرف آخر رو زده و آب پاکی رو رو دست همه ریخته. حالا یا شما اینو قبول میکنید یا باهاش یک کاری انجام میدید یا گول خودتون میزنید و میگید که انشالله گربه است. ببینیم با هم. مردم ما توجه داشته باشند که نظام ما بر اساس یک چارچوبه داره اداره میشه. چارچوبش قانون اساسی است که میثاق ملت ماست. 4 اصل در این قانون اساسی، اصل کلیدی است که در اصل آخر آمده هیچ کس حتی در بازنگری حق تغییرش را نداره. 1 اسلام، 2 ولایت فقیه، 3 جمهوریت نظام، 4 مذهب رسمی کشور. این 4 اصل رو قانون اساسی گفته. هر کی بیاد مجلس، هر کی بیاد دولت، هر کی بیاد در نهادهای دیگه در این چارچوبه باید عمل کنه. خب دوستان عزیز شنیدید، و حالا میریم سراغ آقای دکتر نصر احمدی. دکتر رو که دی آر می نویسید، نصر رو 2 اس بذارید، NASSR احمدی هم که ساده است. این شما و این هم آقای دکتر نصر احمدی. آقای دکتر نصر احمدی با سلام به شما، روی خط هستیم با بینندگان عزیز. طبق معمول هر هفته برنامه شما، آقای چمنارا چند دقیقه صحبت کردن، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان. بفرمایید. بفرمایید آقای احمدی. قطع میشه تلفن آقای سرمی، بسمان قطع باش میشه. ما اینجا اشکال دوباره میتونید امکان هست دوباره بگیرید؟ حتما گوشی خدمت رو من تماس بگیرید. بله ببینیم شاید حالا بهتر باشه. الو جانم بفرمایید. سپاسگزارم. سلام میکنم حضور همیهنان گرامی و جناب آقای سربی برنامه گذار این برنامه. اگر من سلام میکنم و درود نمیگم همیهنان من تعجب نکنن. باور بکنید هر موقع هر همیهنی از من دروغی شنید، خواهش میکنم عنوان بکنه اون دروغو با اون روز معین که من گفتم. حالا روزشو اگر ندن، بگن در فلان زمان شما فلان دروغو گفتید. به همین جهت من دروغو درود و دروغ میدونم. از پس درود خیلی همیهنان من، بسیاری همیهنان من دروغ گفتن. این درود آقای سربی بوده، در شاهنامه بوده، شاهنامه گفته. رادیو ارتش هم من بچه بودم یادم هست درود میگفت، ولی خارج از کشور نخستین بار من جوانی 25 ساله بودم، به گمانم 25 ساله ارتش بود، بهرام آریانا درگذشته بود، چون سبق ذهنی از ایشون داشتم دوران کودکی و اصلاحات ارضی میدونید. ایشون فرمانده سپاه فارس بود. بعد از ارتش، خود ارتش مهمترین ارگان ارتشی در ایران همیشه فارس بوده، سپاه 5، به علت هم مرزیش با جزایر سواحل خلیج فارس و خانهای گردن کلوخ که در
از مغول به این سو همیشه خانهای جنوب گاهی اوقات نهاد مملکتی عوض میکردن. به همین جهت سپاه در اونجا مستقر بود، بقیه ایران یا لشکر بود یا تیپ بود، ولی سپاه فارس بود. ایشون رئیس سپاه بود زمانی که جریان اصلاحات ارضی بود، آمد منطقه و من یادم هست بچه بودم به همراه پدرم رفتم، از اون زمان بهرام آریانی رو رومدارو دیدم تا زمانی که پاریس آمدم. و ایشون با هم میگفت ای کاش نصف فرزند سوم من باشه. بر وقتی در گذشته بود همسرشون از من خواستن من بیام حرف بزنم، وقتی آمدم درود گفتم اولین بار در خارج مطرح کردم، همینان من پرسیدن چرا درود میگی، گفتم خب آریانا دوست داشت چون از مدرسه لامزو، همون مدرسه که محمدشاه قاجار به افتخار محمدشاه و نام بزرگ و زیور فخر ادب فرهنگ قلم و دانش سعدی بزرگوار که هم پدر سوسیالیسم اومانیسم یعنی انسانگرایی اجتماعی و هم پدر سخنه یعنی معمار سخن هست، در بزرگترین نصیحت ملوک نیست جهانه. تا اونجا که من آگاهی و دانشم اجازه میده، من بین غربی ها و بین دنیای عرب ندیدم کسی به اندازه سعدی صراحت در مورد پادشاه داشته باشه. پادشاه را خطاب قرار میده، حتی به عنوان دوست، بعدم میگه تو چرا منت میذاری؟ از من بگوی شاه رعیت نواز را بر من منت ننه که ملک خود آباد میکنی، بودا پل میسازی منت سر ملت میذاری؟ نخیر، چشم در نیار، نخیر، برادرتو نکش، پسرتو نکش، پسرتو کور نکن، پدرتو خونه نشین نکن، ستم بیارانت نکن، مردم را نکش، دیکتاتوری به خرج نده، این فامیل اموال نکن. اینو سعدی خطاب میکنه به پادشاه و میگه منت نذار، دو تا پل دو تا جاده میسازی خیلی منت، دو تا ساختمون میسازی، این هنر نیست، هنر آن است که دادگری رو رعایت کنی، تو پادشاهی. مگر نه در به گمانم دیسپرد دندی داد است، ببخشید، میگه فرح محبت ایست ایزدی که بر دل هرچی به تابد بر همگنان سروری یابد. این ترجمه صادق کیا و ابراهیم پورداود هست. به همین جهت محمد علی شاه ولی عهد اون زمان آمد گفت من به یک شرط مشروطه رو میپذیرم، این هست که من خودم میویسم خاندان قاجار خلاف آنچه که تبدیل خانواده پهلوی هست و شوربختانه که خودم به کار میبرم، خانواده پهلوی کامل بی سواد بودن، با کمال تأسف و شرمساری یک بیت شعر بلد نبودن، حتی از حافظ، حافظ دیگه فال خواجه حافظه، زنانی که بادنجون پوست میکنن اونا هم شعر حافظ رو چند تاشو میدونن، بدبختان شوربختانه متاسفانه نمیدونم تیر بختی خاندان پهلوی با ادبیات با تاریخ با مفاهیم علمی و دانش مطلقا سرکاری نداشتن، به هیچ روی به هیچ عنوان. یک دن خانواده پهلوی رو شما نمیدونید دانش سرکار داشته باشه، با که اصلا از کتاب بیگانه هستن، کتاب گریزند اینها متاسفانه. سعدی بزرگوار وقتی عنوان میکنه که شاه مخاطب قرار میده، بنابراین مظهری هست از مظهر علم دانش، به اعتبارش مدرسه در فرانسه درست شد به نام لانزو، ارتش بود برام آیان در اونجا هم درس خوند و چون زبان فارسی درس داده میشه، ارتش بود آریانا، ارتش بود فریدون جام، خیلی ها که من میشناستم، علی شریعتی، از اون مدرسه درس خوندن به زبان فارسی و برگشتن ایران با تیپ دکترای اونیورسیته. دکترای اونیورسیته برای فرانسه قابل قبول است، اعتبار علمی مطلقا نداره. یک دکترای دیگری دارن به نام دکترای توخازیمسیک که تقریبا برای کار اداری معتبره و دکترای دوتا خب دیگه اون ضرب المثله، اون بالاترین درجه دانش بشریه و خوشبختانه سال 1984 همه رو ملغا کردن، همون دکترای دوتا رو گذاشتن. ارتش بود آریانا وقتی در گذشته بود من واژه درود گفتم، اما بعدا فهمیدم این درود پسش خیلی دروغه و در شاهنامه هم هست. تهمتن از بندر آمد فرود پیاده همی داد یل را درود، یل اسفندیاره در شاهنامه، قهرمان اصلی این های تعصب توده ها و شاهنامه نویسی آقای عبدالحسین نوشین با حمایت دولت شوروی در مسکو، شاهنامه اصلی قهرمانش اسفندیار در حقیقت، برای که رستم خطاهای زیادی در شاهنامه داره. آقای شوروی شاید از حرفای من 10 سال پیش، 9 سال، 10 سال پیش، 12 سال پیش، 14 سال پیش، 15 سال پیش از رادیو تلویزیون ها شنیدید من از خطاهای رستم در شاهنامه گفتم.
سعدی رو من یک هفتم به طور قطع یقین از برم از حفظم، حافظ رو تقریبا نصف نصف، فردوسی رو هم یک پنجم به خوبی میدونم و فردوسی رو از کودکی چندین بار خوندم. آنچه که همیهنان من راجع به شاهنامه میگن من نمیدونم، قسمت سفید نوشته رو میخونن، من حیرانم. تاریخ هم به همین منوال این است که من رفتم سراغ واژه درود، اگر سلامی گفتم همیهنان بر من ببخشند. سلامی که من عنوان میکنم نشانه تسلیم و رضا نیست، اون علامت تندرستی و سلامتی است و شادابی و خوشی و خرمی. من باور کنید آقای سربی، تا آخر عمر میتونم فارسی بدون عربی بگم، تا آخر عمر میتونم فارسی بدون دخالت عربی و یک به حتی لغت بیگانه بنویسم، اما گاهی خود برای فهم و شناخت همیهنانم ناچارم زبان عام هم بنویسم. این قانون اساسی رو واژه‌های نام آوردن که ناسیونالیست ها هم پرستان انتقاد نکنن و فرهیختگان دانش انتقاد نکنن و توده عام هم در یاد و به همین جد مرادف واژه های زبان زد و واژه فارسی ناب هم آوردم. از این بابت خواستم این مطلب راجع به سلام عرض کرده باشم. اما جناب سربی، دو هفته پیش من شنونده بودم، شنونده گفتار جناب آقای افشارا، دوست عزیزم که یک سال و نیمه باهاشون آشنا شدم، با تلفن ایشون این پیوند دوستی و مرافقت ایجاد شد و بعد هم خبر دریافتم ایشون کاملا مردی دینداری هستند، دین پرور هم هستند، دین مدار هم هستند، خب حکومت و هم حکومت اسلامی رو تایید میکنند. اما نشانه فاصله و شکاف فکری من ارتباط دوستی من با ایشون نیست، مطلقا به هیچ روی نیست. من دوستی آبم از قضا، دوست به حساب اندیشه و ایدولوژیش پیدا نمی کنم، دوست به لحاظ فهمش و اون وفاق عاطفی که ایجاد میشه. ایشون هم اتفاقا یک پیوند مشترکی با من داره راجب سعدی، ایشون از سعدی دوستان، سعدی خانان خوب هستند. اما راجب واژه شوربختی که من گفته بودم، خب تلفن فرمودن و از من پرسیدن که شما شعر شوربختی رو نگفتید. گفتم متاسفانه با اون وقت کمه 45 دقیقه فرصت نشد. من رفتم سراغ شوربختی در شاهنامه و داستان اردشیر بابکان که اردوان پنجمو میکشه و دخترشو میگیره، آمدم گفتم دختر دشمن گرفتن هم یه شیوه است از شیوه فرهنگی زشت ما، که حتی گفتم کریم خان زند هم عمه آقا محمد خان قاجار رو که پدرش رو به شکست کشونده بود و اون خواهر آقا محمد، خواهر پدر آقا محمد خان و فتحعلی خان رو میگیره و اون بنایی میشه برای کینه ورزی آقا محمد خان قاجار و اونی که تاریخ نباید بشه انجام شد. حتی رضا شاه دوتا دختر خاندان قاجار رو میگیره. من بس به اینجا کشیده شد و شعر شوربختی متاسفانه فراموش شد. اما برای جناب افشاره عرض میکنم واژه شوربختی رو من از سعدی بزرگوار اول بار دریافتم و بعد در شاهنامه، دو نوبت در شاهنامه در دو فصل جداگانه و رحیم معیری و شاعر بسیار گرانقدر و گرانمایه ما که غزلش کم از سعدی و کم از فخرالدین ابراهیم شهریار عراقی نیست، عماد خراسانی و عماد فقیه که 19 سال پیش درگذشتند، اون شوربختی رو عنوان میکنه در فصل اول سعدی بزرگوار در سیرت پادشاهان به گمانم حکایت پنجم آمده. شوربختان به آرزو خواهند مقبلان را زوال نعمت و جاه، گر نبیند به روز به روز شب پر چشم، چشمه آفتاب را چه گناه. راست خواهی هزار چشم چنان کور بهتر که آفتاب سیاه، یا آفتاب زیر ابر به اصطلاح. اما این شعر زیبای از رحیم معیری بخونم و برم سر مطلب اصلی. آنقدر با آتش غم ساختم تا سوختم، شوربختی بین که در آغوش دریا سوختم. آقای سربی، حتما شما شنونده بودید، سال یکم سال نخستی که من آمدم امریکا، یعنی 14 سال پیش، خیلی کوشیدم واژه های غلط مصطلح رو که رادیو تلویزیون ها به کار میبرن درستش رو به کار ببرم، که حتی به من اعتراض کردن یک خانومی که این واژه هایی که به کار میبری، این گفتار شما به کدام لهجه است. گفتم هیچ، فارسی نابه، شما اگر تهرانی شنیدید تهرانی لهجه است، مثل لهجه کازونی، مثل لهجه شیرازی، تهرانی هم یک لهجه است. متاسفانه آدم های بی سواد ما، بی دانش ما، درس نخونده های ما، کتاب نخونده های ما
بر اساس ذهنیت خودشون تهرانی می‌نویسن، چون بچه تهران تهرانی می‌نویسن، رفتش آمدش مثل تیفال. این آقا شاملو این باب کرد، چون دربارم پشتیبان شاملو بود، به لحاظ تودهی بودنش، تسکیست بودنش، و با شوربختانه بخشی از دربار حامی توده بود، حامی جریان تودهی بود در ایران که منظور همسر پادشاه درگذشته ایران هست. آقای شاملو را 3500 تومان حقوق داد، چون خانم اشرف پهلوی در حال در رقابت با ملکه پیشین ایران بود، یا به اصطلاح خودشون شهبانو، که شهبانو واژه مسخره‌ایه، مگر می شود ملکه یک کشوری فقط شاه بانوان باشد؟ پس آهالان تکلیفشان چیست از بود ملکه؟ خب این بیسوادهای روزگار، من نمی دونم، شدادی شفاها و انسانها شدن مشاور دربار. خب دربار اونجوری شد که ما دیدیم چه بلایی بر سر تاریخ ما آمد. 3500 تومان ساواک به احمد شاملو میداد. آمد نشست برای خودشون چرندیات و داستانها رو نوشت. شما میدونید شاملو تا کلاس 8 نتونست بخونه، در گرگان آخرین مدرک تحصیلیشون کلاس 8 دبیرستانه. آمد هرچی دلش خواست نوشت، نه اعتباری به سعدی داد، نه اعتباری به شاهنامه. این خانم فروغ فرازا میگه به من چه که سعدی چه نوشته، به من چه که فردوسی چه گفته، من خودم برای خودم مینویسم، من دستهایم رو در باغچه میکارم. شاید یک آدم سالم که دوست دور و مغز سالم داشته باشه، اگر روان نباشه اینها رو میشه. گناه کردم گناهی پرزلزت که در آغوشی که گرم و آتشین. خانم حساب، دخترای این روزگار ما این کتاب تو رو میخونن، درست عاشق پیشه میشن، ولی به فساد میرن. و ما دیدیم فسادو و اون انقلابی که محصلش برای پیشگیری از فساد بود که خودش افسد و فاسدین شد، متاسفانه و شوربختانه. اما من در ادامه گفتار جناب اخشرا شنیدم آقای رابط بر سر خط که خب خوندن نوشتن بلد، در حد خوندن نوشتن بلد، آقای مرتضایی نمیدونم اسم خودشون، یادم رفت نامشون، ایشون به من معرفی کرد که میخواد چیزی بنویسه. به من تلفن کردن که من یه چیز بین المللی میخوام بنویسم. گفتم سوادت چقدره؟ گفت هیچی، کار ساختمانی میکنم. هر چی بهش گفتم منظور تو حقوق بشر، گفت نه. گفتم منظور یوسف، گفت نه. گفتم منظور شیر و خورشید، گفت نه. گفتم منظور مجمع ملل، گفت نه. گفتم منظور سازمان ملل، گفت نه. گفتم منظور قانون اساسی، آره قانون اساسی. گفتم مهده حساب، من که خودم برای قانون اساسی نوشتم. وانگه این قانون اساسی تو باید ادبیات بالاترین سطحی کشور باشه، تاریخ بالاترین سطحی مورخین کشور باشه، حداقل من نمیگم جهان. و فن قانون یه امر تخصصیه، تو دانشو خونده باشی، تو جامعه شناس، بهترین جامعه شناس باشی، تو حکومت شناس باشی، و بعد قانون گذاری خونده باشی تا بتونی قانون اساسی بنویسی. من که خودم قانون اساسی نوشتم، دیگه راهنمای تو نمیشم، چه کار بکنم؟ او دست داد ولی هم به من گفت و بعد درس تموم شد، گوچی رو منو گذاشت، همیشه من گذاشت. ولی دو هفته پیش شنیدم سر خط جناب افشارا گفتن که یه چند نفر رو اسم آوردن از جمله نصر احمدی، سه تا دکترای من اصلا مال ایشون، من نصر هستم، اسمم فامیلم احمدیه، دانش اکادمی که من به اکادمی های جهان مربوطه. اون کسی دلش بخواد بگه آقای نصر، آقای احمدی، آقای نصر احمدی، که میگن که خیلی ها میگن بگن، اون مسئله نیست. آقای مرتضایی یادم رفت نامشون، برنامه آقای جناب افشارا بودن، مرتضا، آقای زیا مصطفی زاده، بله آقای زیا مصطفی زاده، بله آقای زیا مصطفی زاده. گفتن چند نفر رو اسم آوردن، یک نفر مونده به آخر، گفتن نصر احمدی و آقای بهرام مشیری، اینها ضد خدا هستند، بی خدا هستند. خب من کاری به آقای مشیری و دیگران ندارم، اونا به من مربوط نیستند، من اونا رو که هیچ وقت از نزدیک یارو ندیدم، با کسی کاری ندارم. یک کسی میتونه بی خدا باشه، یک کسی میتونه یه چیزی سمبولش باشه، اما نصر احمدی به مراتب به جناب افشار هم گفتن خدا دانی و خدا شناسی من و خدا خواهی من به مراتب هزار درجه از آیت الله خمینی بالاتره، به مراتب، چون من امرانه قدر ساده نمی کنم، زدیت با اصل وجود نفس انسانی که آفریده خداست من زدیت نمی کنم. بریزید خونها را که اسلام از پی خون ریختن آبیاری شده است. اگر بنا باشه از پی خون ریختن اسلام آبیاری بشه، این اسلام به خشکی بهتره. آقای سوربی، همینان گرامی من،
دین برای تنویر از کار انسانی درست شده، وگرنه خدا که نیازی به دلال نداره. برای پیوستن بندگانش به خدا، به آفریدگار، که نیازی به دلال نیست. خیلی خوب، کسانی آمدن به نام پیغمبر، در سرشت مردم هم جای گرفتن، در اخلاقیات اجتماعی هم راه بردند، منحیات هم کردند، از بدی ها هم مردم رو جلوگیری کردند با پوزش. و قانون صرف جمعی دیده، اگر پاسبان ببینه کسی از دیوار بالا میره، خب دستگیرش میکنه یا میزنه تش با تیر، اما دین بهش میگه نه، از دیوار بالا نرو، این گناهه، و پیشگیری اخلاقی میکنه. بنابراین من دینو دازمه جامعه میدونم. در اصل 249 به گمانم 250 و 251 من به صراحت با بود دین موافقم، اما دینی که در حکومت و در سیاست، نه در سیاست نه، در حکومت و در دولت بخواد دخالت بکنه، باید به شدت باش مبارزه کرد و جلوی دینی گرفت و سر جاش نشوندش، برش گردون به کنیسه، برش گردون به آتشکده، به مغان، به جایگاه مغان، برش گردون به مسجد، برش گردون به کلیسا. در فرانسه من بارها و بارها گفتم، خودم دو بار راکشفت رئیس جمهور فرانسه با همسرش و دخترش دیدم، در کلیسا دیدم. بنابراین دین آزاده، هر کسی در کار خیش، هر کسی در دار خیش. حاجی عبدالله انصاری گفته بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. قانون مشروطه چرا من میگم تباهه؟ برای اینکه دین آلوده کرده، دین آغشته کرده، دین تباه کرده، دین فاسد کرده. جمهوری اسلامی هم به همون نهج، ولی کمتر. جمهوری اسلامی مترقی تره، زیر کی به کار برده، کمتر به خالتش داده، اما مشروطه صد مطلق فاسده. آقایان مشروطه خواه، صحت اعتبار خاندان پدری از مشروطه است. وقتی مشروطه تمام شده یعنی پهلوی باطل تمام. یه خاندان رو انگلستان آورد سر کار، بی‌حرمتی هم به ملت ایران کرد، با دلایلی که دارن فراوان صد تا، بی‌حرمتی کرد به ملت ایران. یک آدم بی‌سوادی رو برداشت آورد پارسا کرد، و بعد حرمتی کامل مطلق که در جهان هستی با هیچ من بگیدی نشده. همینان گرامی، آقای سروی، آن است که من خواستم این سؤال مطرح کنم و جایزه بدم با ناداریم. میتونم که در بساطم چیزای دمونه پدر مادر رومان یادگار هست، هنوز هم دارم، میتونم کادو بدم، چیزای عتیقه که بپرسم آیا بی‌حرمتی ترین بی‌حرمتی که به یه مملکتی شده کجاست و چه کسی را در این نسبته میخندند. ما میدونیم، مورخین همه میدونیم، پادشاهان جهان، سردودمانها 99% به طور قطعی یقین خوندن و نوشتن میدانستند، از جمله همین کورش کبیری که میگید. کورش کبیر نبوده، کبیر مجلس شورای ملی ایران آورد، چون رضا شاه میخواستن کبیر بکنند. کورش کبیر، داریوش کبیر، البته داریوش زیور و زیبندش هست، خداوند گواهه، برای هر بشر غربی که داریوش کبیر خونده باشه و کورش خونده باشه، خب هزار فرزند فاصله میذاره. اصلا داریوش جایگاهش آسمانه، کورش بود زمین، زمین زمین پایینه. این داستان کورش 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 از جشای 2500 سال به این طرفه. اصلا تاریخ این نیست که آقایان پشت تلویزیون میگن کتاب نادیده کورش کورش میخونن، تاریخ ندیده کورش میخونند. اون یه داستان سیاسیه، بگذاریم، من وارد اون نبود نخواهم شد. از سردمداران شدیدم، از دکتر احمد میفتیندسکی سفیرکبیر ایران در شوروی، وزیر خارجه دوران بختیار، داستانش رو شنیدم، این داستان کورش کورش رو. از خود شجاعت صفا شنیدم، این داستان کورش کورش رو که چطور بار شد، چطور مات شد. شما آقای سری همینان گرمی، به چه برد که در بار شهنشاهی 4 سال پیش از جسای 2500 سال نوشته تاریخ دربار شهنشاهی و سیدون دکتر علاءالدین پازرگاد، نه ببخشید دکتر بهادر پازرگاد، برادر دکتر علاءالدین پازرگاد، دو تا دانشمند چین شناس هم بودن، هر دو مورخ در جسد جامعه شناس مورخ. بخونید اونجا چی می نویسه در مورد کوروش. اگه این خبرها نیست که رادیو تلویزیون میگن، این داستان سیاسی، من نمیخوام واردش بشم. آقای فرامرز یگانه، برادر ناصر یگانه بودی که امضا میکرد اسکناس ها رو در برابر امضا شاه، یک روزی در تلویزیون رنگارنگ از من پرسید که تفاوت میان داریوش و کوروش کدام است.
آقای شربی، همین هنان گرامی، اونهایی که من میشناسن میدونن که اگر خداوند جسیم بشه و بیاد پایین و من حرفشو بفهمم، حتما اگر معایرش اوناتم مطلب رو بگه خرش میچسبم، اعتراض میکنم، پرخاش میکنم. من یادم آزاده هستم، بازم اون شعر سعدی رو میخونم، اون دفعه خوندم، متاسفانه اون آقا آمد گفت من بی خدا هستم. موحد چو ذری سیم در برش، چو شمشیر هندی نهی بر سرش. از من پرسید که تفاوت بین سعدی، بین کوروش بزرگ و داروش بزرگ کدام است؟ آقای سلامت جیگانه از من پرسید. گفتم داروش بزرگ تمام بدنه هست، بدن یک انسانه، کوروش انگشت کوچکی هست در برابر داریوش. این ادعای منه، اگر کسی ادعای داره بیاد تلویزیون منو دعوت کنه در پیشگاه ملتی، من حرفم خواهم گفت. اما آقای شوری، همینان گرامی، من به پشتوانه ملت این مثال رو گفتم، من به پشتوانه ملت آمدم سال نخست که شما میدانم شنونده من بودی، آمدم فراماسون توضیح دادم، آمدم پیدایش کمونیسم رو توضیح دادم، آمدم پیدایش کمونیسم در ایران توضیح دادم، آمدم پیدایش حزب توده رو توضیح دادم، چون من دکتر جامعه شناسی سیاسی هستم، از قضا دکتر انقلابم هستم، اونم از سردار از سربن، تخصص در جامعه شناسی سیاسی و خونت شناسی دارم. آمدم سازمان مجاهدین رو پیدایشش توضیح دادم، کلیک ها رو کلن توضیح دادم، آمدم بنیاد ساواک رو توضیح دادم، آمدم خطاهای محمد رضا شاه رو، حتی پورسنتی گرفتن از نهر 35%، حتی شما گواهید به گمانم، دست نمیکردم توی جیبم، گفتم 35% پورسنت اصلا رو میذاشت توی جیبش، فروش نفتش خودش چونه میزد. داستان اوپک که به وجود اومد و به غلط ایرانی ها بگن رئیسش ایران بود، نه آقا اینطور نیست، اوپک در بغداد درست شد، رئیس اولش زکی یمانی بود از عربستان سعودی شاهزاده، بعد آقای جمشید آموزگار بود و اون داستان گروگانگیری بدرمنهاف و کارلوس معروف که شخصیت معروف جهانیه، میگن شاهزاده رضا پهلوی چون شخصیت معروفی باشه شاه بودن، خب کارلوس هم معروفتر بوده که، آرسن لوپن خیلی معروفتر از رضا پهلوی، رضا پهلوی ایرانی ها میگن معروفه، یه فرانسوی نمیشناسه، یه امریکایی نمیشناسه، یه هلندی نمیشناسه، یه بنگلادشی خیلی کم میشناسه رضا پهلوی رو، ما ایرانی ها رضا پهلوی رو میشناسیم چون ایشون 6 تا تلویزیون رسمی داره ارگانش و 7-8 تا رادیو و یک کشور بیگانه هم تبلیغ و تخمیتش میکنه که شما میدونید اونجا کجاست و من نمیخوام بگم. این است که مسئله قانون اساسی مشروطه چون زیانباری داره، چون شاه مخیر به همه اموره، چون شاه حتی منادی دینه، شما اصل 35 متمم قانون اساسی چی میگه؟ آقای سروی، همین رو میگیرم، پادشاه باید دارای مذهب شیعه و مروج این مذهب باشد، یعنی ترویج بده این دینو، یعنی دین شناس باشه. سرکار بانوی زرتشتی دو هفته پیش که فرموده بودن که گفته های شاهزاده رضا پهلوی تلاست و من با تقریبا شوق حرارت پاسخ ایشون رو در نکات منفی شاهزاده رضا پهلوی عنوان کردم و گفتم وقتی قانون اساسی مشروط صرف و صرف مربوط به مذهب شیعه هست و به ویژه شرع یعنی آخوند، یعنی سردمداران دین، شما زرتشتی چه کار هستید؟ چون واژه ترکی رو به کار بردم، من سنی، من بهایی، من زرتشتی، من ارمنی، من آسوری، من بدین چه کار هستم؟ پس هیچ دیر مطلب سنی در قانون اساسی مشروطه آدم به حساب نمیاد، سنی پایه اسلامه، 9 برابر شیعه سنی هست، به کلی 10 برابر و سنت رو مزار پیغمبر میدونن، نه بدعتو، شیعه یک بدعته، آمده مادر من پذیرفته، پدر من پذیرفته، احترام هم میذارم، پدران من هم پذیرفتن، من هم احترام میذارم، خیلی خوب، میگن 1400 سال باشه، 1400 سال دیگه آمیزه فرهنگی خلقی روحی روانی شده، در حکومت نیارینش، در دولت ببیشه در دولت نیارینش، برای اینکه بین حکومت و دولت تفاوت هست. آقای سرمی، به من هست با گارانتی و سپورت و تزمین جناب مهندس سهراب
برنامه نارا من برنامه قانون اساسی رو مطرح بکنم. بنابراین اول لازم هست اصلا چرا من قانون اساسی پارلمانی نمیشتم؟ بنابراین هست که اول از تباهی مشروطه بگم که اون منو آورد به راه قانون اساسی پارلمانی، از تباهی قانون اساسی جمهوری اسلامی بگم، چون این دو تا قانون من آورد به قانون اساسی پارلمانی. وگرنه ما که قانون داریم، مجلس هم داریم، سنا هم داشتیم، شورای ملی هم داشتیم، عربستان هم داره، طالبان هم داشتن، نیجریه و افغانستان هم بوده، بنگلادش هم داره، زائر هم داره، کنگو هم داره، پاکستان هم داره، بدترین قانون اساسی جهان اینها دارن، سوریه هم داره. صدام حسین لائیک باید بریشه سکولار، شما میدونید در جهان آسیایی سکولارترین حکومت در قرن بیستم حکومت صدام حسین بود، سکولارترین، یعنی هیچ رد خود درش نیست. در دشمنی جوان مدی لازمه آقای بارسا سوربی، همینان گرامی، سکولارترین نظام حکومتی حکومت صدام حسین بود ولی خالی از دموکراسی. هی ما میگیم سکولار سکولار، آقای لائیک هم گفتیم، شاهزاده رضا پهلوی که واژه لائیک رو به کار میبره ایشون از من یاد گرفتن، فرانسوی میدونند اما مفاهیم علمی رو که نمیدونن ایشون. این لائیک رو من باب کردم. مملکت ما اگر زمانی ترقی بکنه، آقای دکتر علی اکبر سیاسی اولین رئیس دانشگاه تهران، دانشگاهی که ساختمانش رضا شاه گذاشت در شاهرضا، در خیابان شاهرضا، در میدان، در باغ جلالیه که میدان ارتش بود، در اونجا ساختمان رو درست کرد. علی اصغر حکمت بهشون گفت و آقای سناتور صدیق اعلم آمدن ساختمان دانشگاه درست کردن. اما ما 85 سال جلو، 87 سال جلو در دانشگاه داشتیم 6 دانشکده. خود من در دانشکده علوم اجتماعی خوندم که محمد شاه قاجار ساختمانش ساخته، تابلوش هم ناصرالدین شاه فرمان داده، به نام فکلته ادبیات، فکلته ادبیات، اونجا دانشکده ادبیات بود. وقتی دانشکده ها را جمع کردن بیارن در ساختمان دانشگاه کنونی تهران، بعدها آقای دکتر صدیقی مخالفت کرد، گفت نه نه، چون جامعه شناسی رو من بنیاد گذاشتم و این ساختمان نخستین ساختمان علمی ایرانه به نام دانشکده ادبیات، من میخوام جامعه شناسی در اینجا باشد، بهارستان، پشت بهارستان، زیر صفی علی شاه، دانشکده علوم اجتماعی هست و بسیاری دانشکده ها هنوز بیرون هستن، یعنی اون دانشگاهی که ساختن ظرفیت کل دانشجویان رو نداشت. اون 8 دانشکده درش هست، 8 دانشکده دیگرش بیرون از ساختمان دانشگاه تهرانه. مثلا دانشکده بازرگانی که قبلا تجارت بود، اسمش تجارت بود، این خیابون سزاواره. یا کشاورزی در کرجه، قبلا فلاحت بود، زمان ناصرالدین شاه اسمش فلاحت بود. یا دانشکده فنی که اون زمان هم بهش میگفتن فنی، چار، اون زمان چار رشته بود زمان ناصرالدین شاه، معدن بود و برق بود و ساختمان بود و سازه، سازه یعنی جوشکاری و اینها که میسازد، این چار رشته را داشت. بعدها رشته دیگری اضافه شد. این دانشکده فنی که تو خود دانشگاه تهران بود، بالای دانشکده حقوق، همونجا که بین رارو سه تا دانشجو کشته شد سال 32، منتقل شده به امیرآباد. یا دانشکده اقتصاد امیرآباده، دانشکده علوم اجتماعی بهارستانه. رضا شاه یک دانشکده بیشتر درست نکرد. هم میهنان گرامی، طرفدارای پهلوی، مشروط خواهان، مورخین، جامعه شناسان، حقوقدانان، سیاستمداران، مذهبی ها، رضا شاه یک دانشکده بیشتر درست نکرد. سال 1317 برای خوشایند آخوندها و مذهبیون دانشکده معقول و منقول درست کرد، بالای بهارستان، بالای سرچشمه هست، دانشگاه تهران، نوشته دانشگاه تهران، دانشکده الهیات، اسمش عوض شد به عنوان محمد رضا شاه، کردنش الهیات، برای خوشایند آخوندها اینشون دانشکده الهیات رو درست کرد. برای خوشایند آخوندها تمام مدارس کلیمی رو بست آقای رضا شاه، تمام مدارس بهایی ها رو هم بست. آقای سرمی، شما دکتر شاپور راسخ رئیس سازمان برنامه بودجه، بعد از آقای هوشنگ ابوالحسن اتحاج، برادر هوشنگ اتحاج که رئیس سازمان برنامه بودجه بود،
بعدش آقای دکتر شاپور لاسخ جامعه شناس شد رئیس سازمان برنامه بودجه و بعد شد رئیس دانشکده علوم اجتماعی. ایشون در پاریس زندگی میکنه. تلفن بکنید ایشون رو بیارید سر خط، راجع به مدارس خودشون توضیح میدن. آقای سرمی شما حتما این عدس رو احتمال میدم بوده باشید. من کلاس 4 دبستان بودم، در روزنامه اطلاعات و کیهان دیدم سپهبد نادر باتمان کلیچ کلنگ دستشه، آقای سرهنگ سرکار سرهنگ درشتید گفتم آقا سرکار سرهنگ تیمور بختیار که بعدها شد سپهبد تیمور بختیار، اول رئیس ساواک ایران، پسر عموی ملک سریا پهلوی، پسر عموی شاپور بختیار، این پس سرشه. کلنگ دست سپهبد تیمسار سپهبد نادر باتمان کلیچ هست و خزینه القدس با کلنگ داره میاره پایین. خب این اسمش دموکراسیه؟ بهایی بده؟ خود خوب راش ندید تو مجامعتون، راش ندید. اکثریت که با شیعه هست، ما 75% شیعه داریم در اینجا، 75% به طور قطعی یقین ما شیعه داریم. ما میتونیم باشیم مربوط نباشیم، هر کی به دین خودش، هر کی به کار خودش. خب منو اعدام بکنن بهایی نخواهم شد، منو اعدام بکنن سنی نخواهم شد. به حد کافی عمر به ایران لطمه زده، عمر با لشکرکشی آمده اسلام و پیاده کرده در ایران، در خود میتونیشی ما هست. عمر سعد و قاس را با سپاه فرستاد تا چین دولت به شاه. ما اون نامه رستم فرازاد به عمر که میخونیم، وگه تمام مورخین ما از ابن میسم، از گردیزی، از محمد جریر تبری، از محمد بلعمی پیش کسد اینها، از ابن موکل بغدادی در صورت الارض و الاقالی و همه کتاب های تاریخی میخونیم. خب لشکرکشی ایران اون پنج جنگ معروف از جنگ جسر، یعنی جنگ پل، جسر به معنی پل، تا جلولا، تا نهاوند، تا آخرینش که قادسیه هست که سعد وقاص فرموده سپاه هست، ما در یک جنگش پیروز شدیم ولی متاسفانه برنامه دل از ابرو اشتباه کرد. لشکر تحقیق در عرب در بیابون گرفتار شد، آب نداشت، آذوقه نداشت، گرما بود، تابستان بود و سپاه ایران شکست خورد. در همون جنگ عرب ها 100,000 اسب از ایران بردن، 100,000 اسب، همه مورخین اینو نوشتن، من که مورخ اون زمان که نبودم. آقای سرمی همین گرامی، من خوندم لازمه جامعه شناسی بویش جامعه شناسی سیاسی خوندن تاریخه. شاید بیشترین واحد درسی رو غیر از درس تخصصی خودش در جامعه شناسی سیاسی تاریخ داره، در علوم سیاسی تاریخ داره. علوم سیاسی به لحاظ شناخت سیاست درجهش درجه علمی و اکادمیکش از جامعه شناسی سیاسی پایین تره. چرا؟ چون علوم سیاسی فقط دیپلماسی و قراردادها و جنگها رو بررسی میکنه، ولی جامعه شناسی سیاسی نه، زیرباخت سیاست رو توضیح میده، فلسفه سیاسی رو توضیح میده، تفکر بینشوران جامعه و بینشوران سیاست رو مطابقت میکنه و ایزمها رو بررسی میکنه. مثلا تفکر هگل با کارل مارکس، تفکر کارل مارکس با ماکس وبر، تفکر ماکس وبر مثلا با بنتام، جری لی بنتام، یا مثلا با اوگوست کونت، یا مثلا با ژان ژاک روسو، یا با سن سیمون، یا با سروکین و اینها، و بسیار درس دشواریه. این رشته مورد علاقه نموده از دوران نوجوانی، خوشبختانه موفق شدن در این زمینه از بلاتن آکادمی ها و بنیاد این علم هم و تخصص هم در حکومت شناسی گرفتم. آقای سوری همه مورخین عرب ایران و حتی اروپایی نقطه به نقطه جنگ عرب در ایران با جنگ میگن. پیاده شدن اسلام با جنگ بوده. شما مملکتی رو پیدا نمی کنید که اسلام با شمشیر نیامده باشد. حالا اگر بگن پاکستان، خب پاکستان جز ایران بوده. اگر بگن افغانستان، افغانستان جز ایران بوده. افغانستان زمان شاه عباس دوم صفوی، ببخشید افغانستان، بله زمان شاه عباس دوم، نه زمان شاه سلطان حسین، عرب از ایران رسما جدا شد و بعدا جنگ با سر قندهار بود. ادامهش زمان ناصرالدین شاه بود، محمد شاه قاجار بود که لشکرکشی مستقیم هندوستان جنگیسون آمد حمله کرد به ایران و هرات از دست رفت، قندهار از دست رفت. سلسله پادشاهی افغانستان فقط دو نوبت تغییر کرده. زمان شاه سلطان حسین پدر محمود غلجایی، میرویس پدر اشرف غلجایی که به غلط میگن محمود افغان،
اون آمد بخشی از قندها رو گرفته اعلام استقلال کرد و بعد در زمان نادر افشار، مرگ نادر افشار که یکی از افغانها فرمانده سپاه 10,000 نفری نادر افشار بود، وقتی شب نادر افشار کشته میشه کوهنور بر میداره با خودش میبره و به حرمت انگلستان که حامی افغانستان هست برای جدایی افغانستان از ایران، کوهنور رو میده ملکه انگلستان، ملکه اون زمان انگلستان ویکتوریا، که الان بدکاره که تاج شاهنشاهی ملکه انگلستان کوهنور میدرخشه و حسرتیست برای میهن دوستان و میهن پرستان ایران. این داغیه بر دل ما، من خودم حسرت میخورم وقتی به یاد این مطلب میفتم، وقتی سالانه تاجگذاری مراسم حرمت تاجگذاری یا تولد این ملکه الیزابته، من تمام وجودم غم میشه. غمم آنچنانه که وقتی اولین موشک عراق زده میشه در 29 شهریور سال جنگ 1359، یه دو ماه بعدش که دیگه جنگ ادامه پیدا کرد، آیت الله خمینی آمد گفت که حفظ نفوس اسلام از راه جنگ، ببخشید، گفت که اسلام هست ببخشید، جنگ واجب است، جنگ برای ممالک اسلامی واجب است، جنگ از واجبات است. این جلوی آیت الله خمینی یه دو ماه بعد این مطلب رو عنوان کرد. اگر درست مطلب رو گفته باشم، گفتن آقای شوری هم جنگ نعمت است. بله؟ گفت جنگ نعمت است. بله بله، جنگ نعمت است. یعنی دو ماه بعد من این مطلب از زبان ایشان شنیدم، درست یه ماه بعد از جنگ اصلا جهان روحی من تا به حال دگرگون شده. ببینید یک سال بیشتر به این قضیه فکر میکنم، اصلا فکر میکنم جهان من تیره است. شما میدونید چقدر مردم آواره شدن، چقدر درد در شدن، چه خانوارهایی برباد که نرفت، چه خاندانهایی حتی با هم معانید و معارض دشمن شدن، فیلم ورزی ایجاد شد، چه خانوادهایی که سرشتشون اصلا نباشید، چه جوانیهایی به اندوه رفت، به پیری رفت، به سستی رفت، چقدر این برده مردم نهاده شد، چه جوانان رشیدی که پیکرشون هنوز معلوم نیست کجا هست، گمشدگان جنگن. و متاسفانه وقتی حکومت ناسالم باشه آرزش همینه که میبینیم در مشروطه مردم رنگ خوشبختی مطلقا ندیدن، محصل شد حکومت جمهوری اسلام. من به ذرس قاطعه عنوان میکنم جمهوری اسلامی فرزند خلف مشروطه است. مشروطه به مراتب زیان بادش از جمهوری اسلامی بیشتره از قانون اساسی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تکلیف سوشنه آقای شاقی، همینه گرامی، همینه که هست. میگه وحی الهی باعث نظم حکومتی ما هست. در خود قانون اساسی مشروطه جمهوری اسلامی به گمانم بند 6 از مقدمه، بند 6 شاید یا بند 5 به صراحت عنوان شده. اما وقتی قانون مشروطه عنوان میکنه که سلطنت موهبتیست الهی، اصل 35 جمله محمد شاه قاداره، به خط قوام سلطنه جوان اون روز، قوام سلطنه خط زیبایی داشته وقتی 29 سالش بوده در دانشگاه پاریس، چون خب مادرش دختر عموی مظفرالدین شاهه، آقای قوام سلطنه، بوسو گودوری برادر بزرگش، مصدق سلطنه، امیر عباس رویدا، استاد غلام حسین بنان پدر موسیقی سنتی ایران که سرود ملی رو خونده، اینها مادرشون یا خواهرن یا دختر عمو هستن، همه خاندان قاجاری مادر از مادر. قوام سلطنه وقتی پاریس درس میخونه و مظفرالدین شاه میره پاریس در سفر اول، راهنماش قوام سلطنه میشه. به همین جهت اون واژه از سلطنه رو، لقب شاهی رو که به قوام سلطنه میده، پادشاه این لقب رو داده، آنچنان که به مصدق سلطنه دادن به زمان محمد رضا شاه. دو تا از سلطنه ما داریم، یکی قوام سلطنه، یکی مصدق سلطنه. قوام سلطنه اون زمان دانشجوی سال اول فوق لیسانس حقوق دانشگاه پاریس بود، اون زمان آمد مشروطه رو به خط خودش نوشت. ولی این تکه انشاء محمد علی شاه بوده، اصل 35 سلطنت موهبتیست الهی که از سوی ملت به شاه تفویض میشه. حالا من سوال دارم، من یه عنصر ملتم، آقای سوربی شما یکی از عناصر ملت هستید، آیا شما این هدیه را از طرف خداوند گرفتید به شاه ایران دادی؟ نه مسلم آقای مهندس سوراب چمنارا، نه مسلم جناب دانشمند گرامی، دین پرور ارجمند، دین دار ارجمند، جناب
کازم افشارا مسلم شما این هدیه رو هم به شاه ندادی در سوی خداوند، خداوند به شما نگفته، من یقین دارم خداوند به شما نگفته، با همه که دینی هستید، چون دین وسیله پیوند با خدا نیست مطلقا، این اشتباه نشه. خداشناسی، خداخواهی، خداجویی، آفریننده طلبی، به بینندگان آفریننده را نرنجان، به بیننده را مگه میشه تو خدا را پیدا کنی با دین؟ نه خیر، خدا در ذات آدم عرفان مسلکه، در ذاتی که خدا که آدم به معرفت خودش میرسه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، تو اگر خودتو بشناسی خدا تو شناختی و بدی نمی کنی، خطا نمی کنی، لرزش نمی کنی، دور به بدی نمی گردی. سوره العمران بگمانم عنوان میکنه اگر اسلام اختیار نکنید از زیانکاران، حالا من اومدم اختیار نکردم، من این نوعی عرض میکنم، من که مسلمان زاده هستم جد آباد شیعی، یعنی از تفایی به این سو به دور قطعه میتونم خاندان من شیعی هستن، شیعی دوازده امامی، اون دوازده امامی نه از نوع این حکومت میگونم باید فساد آنچنان باشه تا خود امام زمان بیاد و برمستبه بنشینه و بدیها رو زایل بکنه، اما یک گروه دیگه میگن نه، ما خودمون بدیها رو از بین میبریم مثل حکومت تا امام زمان راحت بیاد برمستبه بنشینه. خب اینه که بین خود شیعیان جنگه، اون وقت بین شیعه و سنی، بین سنی فرق مختلفش، حنفی، حنبلی، شافعی، فرقه پنجم، فرقه پنجمش اون دیگه وحشتناکه. خب این مسائل هست، وقتی جنگ دین که میان میاد حتی ایمان از آدم زدوده میشه، ایمان نسبت به خدا، ایمان نسبت به انسانیت. چرا جنگ 20 سال طول بکشه ما ایستاده ایم؟ آیت الله خمینی میگفت خب عراق هم که مسلمانه چرا میجنگی؟ مگر نه قبلا فرستادن پیش تو به آقای یاسر عرفات آمد، ابو عمار آمد پیش شما، آقای بنی صدر شاهده، ایشون اصل بون ماجرا هست، بنی صدر مرد بسیار راستگو و شجاع و پاکیه، سه تا ویژگی داره، ویژگی مثبت، یک راستگو هست، دو پاک هست، یعنی پول از بیگانه نمیگیره و شجاعه، اما دیگر مسائلش رو من مطلقا قبول ندارم، مطلقا. تفکرش مربوط به قرن 14ه، تفکر اجتماعیش مربوط به قرن 12ه، خیلی عقبه، اما مرد راستگویی. ایشون خودش نمیان میکنه که آمدن پیش ما، عرب ها آمدن که صدام حسین میخواد جنگ کنی، چرا؟ چون آیت الله خمینی فتوا داد، گفت چی ایان عراق بریزید این حکومت پایین بیارید، چی نداشت از صدام؟ دلیلی کنش هم این بود، وقتی شاه با صدام حسین صلح کرد در الجزیره، واسطه صلح دکتر حواری بونی هم بود که بعد از بنخده شده بود رئیس جمهور، و پیش از بنخده هم میدونه که دکتر احمد بن بلا بود جامعه شناس فارغ التحصیل سرگون، هر سه از سرگون درس خونده بودن، بعدیش هم که عبدالعزیز بوتفلیقه هست این ایشون هم از سرگون درس خونده بود، آقای بومدین واسه شد بین شما و صدام حسین واسه شد، اون فیلمش هم تلویزیون هست به نام ایران آریایی نشون میده، که البته از آقای نیلوی شنیدم گفت که صدام دست شاه را بوسید، آخری نمیدونم چرا ما از خودمون داستان میسازیم، از عرب ایرانی رو آدم حساب نمی کنه، باور کنید من ایرانی نسیدش و میخوام پرست و میخوام دوست دارم این حرف میزنم، از عرب بدش میاد از ایرانی، شما مثل یتیم کودک خورده اون گوشه نشسته فیلمش رو ببینید آقای انصاری نشون میدید به ملت، بومدین و صدام حسین دارم حرف میزنم، دارم با هم حرف میزنم، وقتی صلح میشه صدام به خمینی اختار میده با آیت الله خمینی، ببخشید واژه آیت الله رو نگفتم، آیت الله رو توضیح بدم که البته به من میگن چرا از این شاخه به اون شاخه میگی، من میخوام کل آگاهی رو به همهنانم بگم، سال 1343 دربار شاهنشاهی واژه آیت الله رو درست کرد و سال 1346 دربار شاهنشاهی واژه آیت الله العظما رو درست کرد، پیش از اون حجت اسلامی بود، مجتهدین مجتهدین جامع شرایط در خود قانون اساسی نوشته حجت اسلامی، در خود قانون اساسی نوشته مجتهدین، در خود فتوای اعلان پشتیبانی روحانیون مذهبیون که پایه‌گذار مشروطه بودند خلاف اون چه که سیاست مداران ما میگن، سیاست مداران در دست آخوندها بودند، آخوندها هم در دست انگلستان
من در کتاب مشروطیت تباه و قانون اساسی انسان ستیز که امیدوارم به سودی در دست هم میهنان قرار بگیره و آقای استوری هم ببینند و در تلویزیون مطرح کنند، اونجا این مسائل توضیح دادم. آیت الله سید کاظم خراسانی وقتی فتوا میده به محمد علی شاه میگه اگر مشروطه را نپذیری حکم جهاد میدهم، این جمله سید کاظم خراسانی رهبر شیعیان جهان در نجف هست، این نامه موجوده، من اعلام جهاد میدم. روحانیون ایران در مازندران، سید عبدالله مازندرانی، سید صادق طباطبایی که مرد شریفی بود، سید عبدالله دادانی که مرد شجاع مکاری بود و سرسپرده مستقیم انگلستان بود، و 12 روحانی از سفیر انگلستان در نجف حقوق میگرفتند. اینا کتاب موجوده، اسناد موجوده، برن بخونن کتابایی که راجب مشروطه است، اینا به وضوح توضیح داده شده. آقای سید کاظم خراسانی زیر امضاش نه تنها می نویسه سید کاظم خراسانی، بلکه می نویسه حجت الاسلام. این حجت اسلامی بوده، آیت الله را دربار آورد، آیت الله العظمی را دربار آورد. آقای سروی چرا؟ از ترس قانون اساسی مشروطه، از ترس اینکه ما بعد آیت الله خمینی با شاه درگیر شده یک فتوای ضد اسلامی نوشته بوده که داد گفت آقا در مشروطه و در اسلام زن به حساب، آدم به حساب نمیاد، شما چرا زن رو نایب السلطنه میکنی؟ خود سید کاظم شریعت مداری رهبر شیعیان ایران، ایشان به آیت الله خمینی هم مدرسه بودند، اما آیت الله خمینی یک سال و سه ماه زودتر درجه اجتهاد گرفت. آقایان دشمن حکومت اسلامی، آقایان دشمن آیت الله خمینی، من دشمن آیت الله خمینی به 100% مطلق، من نصر احمدی، من دشمن، اما در دشمنی جوانمردی لازمه، نه آگاهانه حرف نزنید، نگید این سید هندی، نگید درجه آیت الله دوست دارم، نه آقا، یک سال و سه ماه زودتر از سید کاظم شریعت مداری رهبر شیعیانشون درجه اجتهاد گرفت آیت الله خمینی، کسی که اولین بار و نخستین بار در مدرسه فیزیک فلسفه درس داد، آخوندها با انور دیوانشی میگرفتن، میگفتن حرامه. سید برخشید آقای آیت الله بوجردی، اسم کوچکش فراموشم شد، رهبر شیعیان وقت، هیچ وقت امتیاز به آیت الله خمینی نمیداد، میگفتن آدم شروریه، آدم انقلابیه، هیچ وقت امتیازش نمیداد، فقط یک مأموریت برای همدان داشت ولا غیر، همه مأموریت ها مال دیگران بود، مال آیت الله گلپایگانی بود، مال آیت الله شریعت مداری بود، مال آیت الله محلاتی بود، آره مال آیت الله میدانی بود، پدر بزرگ این آقای عباس بودنی که رابط بین جمهوری اسلامی و سیاه هست، پدر بزرگ ایشون، چریک قبلی، چریک تبایی، بعد سواکی بعدی و بعد الان خوبصخت پاختش مشخصه، میدونن من کسی رو متهم نمی کنم، ایشون معلم من بود، سال 4 روانشناسی فروید درس میداد. آقای سروی دردا فراوانه، همین من گرامی این درد من پیش به مشروطه مقامی اساسی مشروطه رو توضیح خواهم داد، یعنی جز به جز فسادش، تباهیش، زیانداریش، دین نداریش بیش از قانون اساسی جمهوری اسلامی و بعد زیانداری قانون اساسی جمهوری اسلامی، به اینکه چرا من قانون اساسی پارلمانی نوشتم. اجازه بدید آقای سروی همین گرامی من داستان رو آغاز بکنم، برسیم به قانون اساسی مشروطه. وقتی انقلاب شد من یه شناختی سبق ذهنی از آیت الله خمینی داشتم از کودکی که برای توضیح دادم، وقتی 9 سالم بود دو تا شاگردان میشن در ایل ما، آخه ایل ما چند تا دوه مذهبی داره، چند پشت دو مذهبی اطراف ما هست از ایل ما، دو نفر از ایشان از شاگردان آیت الله خمینی بودن، سید محمود و سید جهان، سید محمود حسینی که به درجه آیت اللهی رسید، سید کاظم، سید جهان نخیر درجهش پایین تره. اینا وقتی تابستان میمدن و من هم مدرسه تعدیل میشد از شهر میرفتم این نوار آیت الله خمینی یا رشیدی بخیر میدادن، میگفتن گوش کن. تا یه روزی عمه من میمان ما بود سر مچه همه گرفت و بود من تو اتاق پدر مادرم اتاق شد، این نوار رو برم گوش میکنم. گفت بچه داری چیکار میکنی؟ من تو دست باچه شدم نوار خاموش کردم، گفت به خدا بعد ببینم چیه. بعد نوار گوش گرفت، عصبانی شد، گفت اگر تو رو به کودک مفصل ندارم، از قضا پدرم اهواز بود، وقتی آمد بهش گفت، گفت این بچه
دو تا نوار داره، نوارا رو گوش کن. پدر من خیلی براشفت، بچه تو عوض درس خوندن میری نوار گوش میکنی، برو همون موسیقی تو گوش کن. اینا اون موقع با افکار آیت الله خمینی آشنا بودن. وقتی آمد، وقتی عنوان کرد بروید زندگی بکنید، خب لجاش بود البته، ولی من به این فندر بودم که گاف از ادب فارسی کشید بیرون، یعنی زندگی بکنید و گفت زندگی بکنید. شما میدونید آیت الله خمینی به لهجه خمینی خمین حرف میزد، منطقه خمین بالای عراق شهرستان خمین، اونجا از خاندان معتبر خمین هستند، بارها و بارها و بارها حشمت دوله قاجار حشمتی که اسکندر مازندران بود و خانه اونجا، پدر دکتر کامل حشمتی از دوستان نزدیک من، البته یک نسل پیش از من، از بنیادگذاران کانون پژوهش‌های علمی اجتماعی کشور که دکتر علی امینی نخست وزیر مقتدر ایران از اونجا بود، ایشون اولین بار من برد کانون پژوهش‌های علمی اجتماعی و در اونجا دکتر امینی من بردن سخنگوی اون کانون معرفی کرد، کانون پژوهش‌های علمی اجتماعی کشور. من سخنگوی اون کانون شدم در 22 سالگی. با افکار آیت الله خمینی آشنا بودم. وقتی آیت الله آمد ایران و تو هواپیما پرسید من ازش چه احساسی داری، گفت هیچ. من به سبق روحیه‌ای که فکر می‌کردم عرفانی، تصورم به این بود که آیت الله خمینی از شوق ورود به میهن و از شوق قله پیروزی واجهی پیدا نمی‌کنه برای تفهیم خبرنگار، و گفته هیچ. آخه در هیچ اثری هست که در حدت نیست، این یه فلسفه عرفانیه. و وقتی آمد رفت بهشت زهرا، سر گورستم گفت من خودم دولت تعیین میکنم، من توی دهن این دولت میزنم. آقای سوری هم این رو میگیرم، باور کنید من حسابم رو با انقلاب روشن کردم برای خودم. من هرگز و هرگز در صفحه انقلابی نبودم، هیچ روی به هیچ عنوان. دیدم صفحه انقلابی رو، دیدم کار داشتم رد میشدم، صفحه انقلابی رو میدیدم، اما هرگز مرده باز زنده باز در عمرم نگفتم به هیچ عنوان. از اون موقع تکلیف من با حکومت روشن شد. تا یک سال دو سه ماهی که از رئیس رسای هیئت بازرسی بودم برای اون قانون اساسی 98.2% که قضایی بود و دروغ بود، آقای احمد مدنی استاندار خوزستان گزارش کرد 5,642,000 نفر به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت دادن. و حالا که آقای سوری هم میهنان گرامی، جمعیت خوزستان اون روز زیر 4 میلیون بود، اما گزارش رئیس بازرسی جوان 23 ساله اون روز نصر احمدی، این در آرشیو وزارت کشور و آرشیو مجلس شورای اسلامی موجوده، خط نصر احمدی نوشتم. خیر، این گزارش دروغ است، آقای استاندار گزارش دروغ کرده. یار غار امام، شما میدونید لقبش یار غار امام بود، در این مناظره تلویزیونی 13-14 سال پیش در رادیو ایران برنامه گذار آقای تلویزیون پرسیده بود. ایشان مناظره با من داشتن با 14 نفر که بیشترشون هم توده‌ای بودن. ایشون اصلا به دوری افتاد، به التماس افتاد در این مناظره. آقای صبحی هم میهنان گرامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو وقتی نوشت 5,600,000 خورده‌ای، خب جامعه خوزستان زیر 4 میلیون بود، از مردگان و گذشتگان ایشون اضافه کرده بود و از کودکان گاهواره وزیر 18 سال. بانگه جده های سعد العمومی در کنگیرونی و در خوزستان هست که مالوه حد، یعنی عشق به دشواری از عشق بور میکنه. چطور در از 24 ساعت آقای حسین در این بگرد شنیده؟ خب معلومه دسیسه سیاسی در کاره، باید حکومت اسلامی پیاده بشه، باید آیت الله خمینی عنوان کنه من خودم دولت تعیین میکنم، توی دهن این دولت میزنم. نصر احمدی یک سال دو ماه بعدش بعد آوری کور کمر بشه، تبدیل بشه به کردستان، بعد نظارگر جنگ ناخواسته بیفرجام جنگ، اصولا اهرمن خویه جنگ، دیر بصیرته، دیر چه خودش بصیرتیه. اون جنگ برپا میشه و دو ماه بعد که ران میکنه جنگ نعمت الهیش، تمام جهان اندوه من میشه، تمام دنیای من اندوه میشه. تا به امروز اون جنگ باعث بقا حکومت اسلامی شد. آقای سربی همیهنان گرامی، این جنگ اگر 20 سال طول بکشد ما ایستاده‌ایم، اما احمد به جبهه نمی‌رود. خب این خیلی درده. شما یک دو ماه پیش، دو سه ماه پیش یک داستان بسیار تهوع آور ضد انسانی که با خلقیات روح بشر منافات داره
وسیله قاری قرآن ایجاد شد بین 11 تا 19 کودک زیر 13 سال. خیلی خوب آیت الله های فیزی آمدن فتوا دادن، بله در فیزی هم چه کاری میشه، در سربازخانه هم چه کاری میشه، عیبی نداره، به حرمت قرآن ببخشید. خیلی خوب، شما در یه همچه حکومتی آیا جای پای انسانی میبینید آقای سرمی هم میهنانی گرامی؟ نه، بار انسانیت باید مرد نگریست. نه، به قول فردوسی میگه گرین تیر بر ترکش رستمیست وقتی اشتبوس کشته میشه، چون تیر بزرگ بوده. گرین تیر بر ترکش رستمیست نه بر مرده، بر زنده باید گریست. مردگان ما، کشته شدگان ما که مردند، زندگان آواره، زندگان درون میهن، مجال نفس کشیدن و آزادی ندارن. اون کودکان آمدن به شکایت که ما بزرگ شدیم و این کاری بر سر ما این بلا را آورده. این دردو آدم کجا میگه؟ کدوم مجموع جهانی میگه آقای سروی؟ همین هنان گرامی، یعنی برای بقا حکومتی باید هر فسادی را ما پذیرا باشیم. طریق انسان آزاده، آزاده اونه که با بدی ها بجنگه، آزاده اونه که در بند بودن دیگران درش قابل تحمل نباشه. چون وقتانه، چون دیگه سعدی بزرگوار گفته بیگمان جناب افسرهای ارجمند هم قانع شدند. عرض کردم فصل اول سیرت پادشاهان داستان پنجم به گمانم، چهارم یا پنجم، در سعدی سعدی بزرگوار آورده و در بوستان هم زیاد آورده. در رساله منصور 26 رساله دو سه دامن خودم شوربختی دیدم، اما صفحات نمیدونم، داستان حفظ نیستم. من کاری نوشتم به نام تنش اجتماعی در اندیشه سعدی، این مربوط به 15 شده نه 20 سال پیشه، بیشتره، پاییز چاپ پاریسه، اونو دارم. یعنی عشق و موزیک من، تسلای دل من، فهم ادبی فرهنگی سیاسی اجتماعی من بیشتر پناه به سعدیه. سعدی بزرگواره، سعدی در زمان جاریه، در آینده هم جاریه. وقتی میگه وقتی افتاد فتنه در شام، هر کسی به گوشه فرا رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند، روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. این حکایت امروز ما هست، انقلاب. این درسته؟ حکایت شاه را عنوان میکنه محمد رضا شاه را، سعدی 850 سال پیش. کان که جنگارت به خون خیش بازی میکند روز میدان، وان که بگریزد به خون لشکری. خیلی خوب، آقای شاه فرموده کل قوای بری بری هست در قانون اساسی فساد مشروطه. خب بچه ایشون بر میکنه میره. خب معلومه ارتش به عباس قرباقی تسلیم میشه، معلومه ارتش به شفقت تسلیم میشه، معلومه ارتش به جانداری تسلیم میشه، معلومه فلان ارتش بوده میخوام اسمشو بیارم، زانو میزنه میره زانوی دست به بون میبوسه، میره زانوی دست به بون میبوسه. ارتش بود، ارتش بود مملکت هفتیرش رو میسره تو دستش در میزنه تقدیم میکنه. به خود من گفت نمیخوام اسمشو بیارم، نمیخوام پستشو بگم، بالاترین پستی دارم داشته. به خود من جوان گفت، جوان اون روز گفتم مرگ بر اون کسی که درجه گذاشت کنه، چون که شاهه، شاه مملکته. این جمله منه. آقای دکتر محسنی معاون خودم شاهده، وکیل ارتش ایران، معاون خودم، معاون چپی در پاریس، ایشون شاهده. آقای سوری وقتی مملکتی قانون درست نداره، همه جا قانون هست. ما قانون اساسی داشتیم، مجلس هم داشتیم، مجلس شورای ملی داشتیم، مجلس سنا هم داشتیم، قانون اساسی هم داشتیم. اما جناب سوری جان کلام اینجاست، من میگم آن من، ما نظام پارلمانی نداشتیم، در آسیا نبود، است، نیست. در قاره آسیا چیزی به نام حکومت پارلمانی نیست، ورود خارجی ندارد. نخستین بار حکومت پارلمانی رو من مطرح کردم. یک، وقتی رفتم حقوق خوندم، حقوق عمومی خوندم، تقصد از دکترام حقوق عمومی از دانشگاه پاریس، اولین دانشگاه جهان که حقوق درس داده شده و به این نامه معروف اون دانشگاه، درست روبروی سوربنه، دو دقیقه فاصله داره، یک بلوار بینشه، از بالاترین دانشگاه جهانه، ببیشه در حقوق. اونجا قانونگذاری خوندم تخصص موقع پارلمان. کتاب حقوق پارلمان من سال 1997 چاپ اون دانشگاه هست و سال 1999
چاپ سپتامبریون هست، یعنی مرکز چاپ دانشگاهی جهان برای تخصص دکترا در قانون‌گذاری. این حکومت پارلمانی حرف امروز نیست، حرف پارسال و 14 سال پیش نیست جناب شوروی. این حرف آغاز نوجوانی منه. وقتی که آمدم اولین بار، وقتی آمدند که برای بازگشت پارسال به ایران اپوزیسیون درست بکنند در کافه کریستال پاریس که قانون اساسی مشروطه رو در کافه لپه نوشتن بغل اوپرای پاریس، اونجا در کافه کریستال بالای تریومف، بالای اون میدان حج، بالای شازلیزه چند نفر جمع شدن، هی رفتن و آمدن، رفتن و آمدن، و سرانجام گفتند که منشور بنویسیم، مرامنامه بنویسیم. ولی هم میهنان ما نمیدونستند جز دکتر منوچهر کلالی دبیر کل حزب ایران نوی، اون از توره ها هم در این زمینه واردتر بود، یک آدم تشکیلاتی به تمام معنا، یک آدم حرفه‌ای در مرامنامه، اساسنامه و این کارها. باور بفرمایید استادان دانشگاه ما در علوم اجتماعی نمیدونستند، سناتورهای ما که اونجا جمع شده بودند و نسل احمدی جوان اون روز 27-26 ساله میانشون بود نمیدونستند. آقای سروی، هم میهنان گرامی من، فرق مرامنامه و اساسنامه رو بلد نبودند. شهرداری در اینجا در همین شهر پارسال 8-9 بار من با هاش روبرو شدم، رفته بودم منشی رو چیزو تایپیست رو ببینم برای قانون اساسی، به هم میهنان من به کسانی که باش روبرو میشدم دوستانش میگفت که آقای دکتر نصر احمدی یک اساسنامه برای کشور نوشته و بیش از 20 بار براش توضیح دادم که نه آقا، قانون اساسی اساسنامه بین دو تا شرکته، بین دو تا کمپانیه، بین دو تا دوسته، بین برای یک معامله است اساسنامه. منشور اندیشه حزبی هست، اندیشه یک حزبه، اندیشه یک سازمانه، اندیشه یک انجمنه، اندیشه یک جبهه است مرامنامه و منشور. اما قانون اساسی نه، قانون اساسی زیر ساخت کلی کشوره که همه قانون های کشور زیر نظرشه، شاه زیر نظرشه، رهبر دینی زیر نظرشه، جغرافیا، تاریخ، اقتصاد، فرهنگ، همه چیز زیر نظر قانون اساسی، همه قوانین منشعب از قانون اساسی هستند. من چون دموکراسی در مملکتم ندیدم، آمدم قانون اساسی نوشتم. اما خواستم بگم که داستان جبهه و حزب و اینها را که برای همینان توضیح داده باشم، اول بار بعد از اینکه سازمان هماهنگی هواداران مشروطه پادشاهی درست شد، بعد از اون جلسات آمده شدی، من مرامنامه اون جریان رو نوشتم، من جوان اون روز، در عصر شش. آقای سروی، همینان گرامی، در اون بولتن هست چاپی یکم، بالاش هم نوشته سردبیر نسل احمدی. من اون وقت دکتر نبودم، دانشجو سال اول فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه نانتیخ بودم. اونجا نوشته در عصر شش اصلاحات در پاره از مواد قانون اساسی مشروطه. خیلی خوب، من اون موقع به فکر پارلمانی ها نبودم. آقایان مشروطه خواه خیلی معترض بودن، پیچ پیچشون شروع به نارضایتی شد و منو بردن در حد محدود دمی، باور کنید، یعنی این داستان کلام سلطنه در دوره محمد رضا شاه، محدود دم مصادره اموال مربوط به جمهوری اسلامی نیست. همین گرامی من، مجلس شورای ملی که به گمان مجلس شورای اسلامی بوده است، همیشه در مشروطه از مشروطه به نسوان آمد، از قوام سلطنه رو اعلام کردن محدود دم. این محدود دم رو جمهوری اسلامی نگفته. و بعد نوشتن مصادره اموال، مصادره اموال محصول انقلاب نیست، محصول مدی انقلابی به نام آیت الله خمینی نیست، این در گذشته بوده. باور کنید اگر من پاریس زندگی نمی کردم، آقایان مشروط خاکی وزیر و وکیل بودند و سناتور امیر ارتش، نصر احمدی رو مدور بند اعلام می کردن به مصادره انوال. من که انوالی نخشتم، من با شلوار لی از ایران آمده بودم بیرون. تمام اون زمین های نفتی، آقای صحبی شما این می دونم، اینو می دونید، می دونم داستان استراتژی و جنگ خانها رو با شاه می دونید و درفندی که به کار رفته شد و خانها دستگیر شدن در تهران، به اعدام شدن و اصلاحات ارضی شاه برنده شد، برنده نمی شد. اگر سران ایل در ایلشون بودند مطلقا ارتش شکست میخورد، چون ارتش یه بار امتحانش داد متاسفانه، یا نمیدونم خوشبختانه. سال 1322 خسرو خان قشقایی 19 ساله تمام ارتش جنوب خلسلاح کرد، از اصفهان تا خلف آباد کلا خلسلاح کرد. و بعد خب با ترفند بردنش تهران و
از اونجا یعنی بعد از داستان مصدق، چون مصدق کیشاوندی باشون داره، کیشاوندی نسبی نیست، به گمان هم نسبی هم سببی، برای اینکه سام سلطنه نخست وزیر مرتضی قلی خان بیات پسر عمه دکتر مصدق، پسر عمه مصدق سلطنه است. سام سلطنه پسر عمه خسرو خان، سام سلطنه مرتضی قلی خان بیات نخست وزیر، نخست وزیر سال 1322 به گمانم یا 23 درست نمیدونم. به این لحاظ خسرو خان که جوان اون روز از بچه های مصدق کوچکتر بود، با مصدق یه پیوند عجیبی داشت، حالت پدر فرزندی داشت. خب وقتی سول دوله دوست صمیمی رضا شاه مسموم میشه و سم بهش میدن و میمیره، خب خسرو خان کینه به دل میگیره، پسرش پسر بزرگش ناصر خان که 31 سال اختلاف سن با خسرو خان داره، به اینها در تبعید تهران میمونن تا زمانی که جنگ دوم میشه و اینا فرار میکنن برمیگردن به ایل. این ایل بزرگ، میدونید که بزرگترین ایل خاورمیانه، نه بزرگترین ایل آسیا حتی، یعنی از قفقاز این ایل نیرومندتر بوده. آلی بوگراس مینویسه در نیویورک تایمز 96 سال پیش مینویسه ایل قشقایی به تنهایی میتواند 5 سال تمام در برابر روسیه مقاومت کند. این جمله آلی بوگراسه. این ایل متفرق شد، پراکنده شد، یک دشمنی با شاه ضعیفش کرد و بعد جمهوری اسلامی آمد. شما میدونید اولین نفری که تفنگ به دست گرفت و قداست خمینی به شکست، میدونید خسرو خان قشقایی بود؟ میدونید چند هزار آدم مسلح جمع شد؟ 3 سال تمام در کوه. خب آذوقه میخواستن، اسلحه میخواستن و 2 کامیون اسلحه ایشان رو در قزوین لو دادن. نمیخوام بگم کی لو داد، نمیخوام بگم چه کسی این کارو کرد، درد آوره. هر آنچه هست از ماست که بر ماست. با اون کار آیت الله خمینی بر مصدبه نشست، بر قدرت نشست، فتوا داد این جنگ اگر 20 سال طول کشد ایستاده ایم، جنگ نعمت است، نعمت الهی است. بعدم عنوان کرد حفظ نفوس اسلام از راه جاسوسی واجب است. خب این وقت نمره اخلاقیات رو آقای سربی سوال کنید از هممیهنان گرامی من، چه نمره ای به اخلاقیات میدن؟ اخلاقیات نیچه. وقتی یه رهبر مملکتی، رهبر مذهبی مملکتی عنوان میکنه حفظ نفوس اسلام از راه جاسوسی واجب است، نفوس به معنای قانون، آقای سروی میگه واجب است، شما چه انتظاری دارید؟ مادر 2 فرزندشو لو میده، پدری قاضی شرع 2 فرزندشو اعدام میکنه، تفرقه فکری، روحی، عاطفی، اخلاقی بین هم میهنان من به وجود میاد. جنگ میشه، جنگ خانواده را از هم پراکنده میکنه، مصیبت به بار میاره، جوانی رو به پیری بدل میکنه، آواره میکنه. جنگ کجاش نعمته؟ بارها با آیت الله خمینی گفتن آقا این کشور عراق مسلمانه، شما چرا این جنگ رو میخواید ادامه بدید و چه انتظاری دارید و چه فردی شما رو تابنده شده که میگید راه قدس از کربلا میگذرد؟ شما یقین دارید کربلا رو تسخیر میکنید؟ شما یقین دارید به قدس میرسید؟ بعدم امریکا هوابرش داشته بود که بعدم میگید سراغ امریکا، خب خود دستشونه امریکا هستی، پس آقای سلاودین چی کاره بوده؟ آقای فاروق قدومی چی کاره بوده؟ نمایندگان معمر القذافی با پولهای فراوان چی کاره بوده؟ شما 2,200,000 دلار در شد تومن در سال از دربار شاهنشاهی پول میگرفتید. آیت الله خمینی، آیت الله شریف مداری 2,860,000 تومن از دربار شاهنشاهی به نام اوقاف حقوق میگرفتید. شما سال 56 تقاضا کردید آیت الله شریف مداری که اعلی حضرت حقوق ما رو زیادتر بکن. شما گفت امسال بودجه خیلی نداریم، سال دیگه چشم. آقای جمشید آموزگار مأمور درجه یک سیاهی آمد، اوقاف متوقف کرد برای 2-3 ماه و اون داستان برپا شد، شورش مذهبی. آیت الله میلانی شما بپرسید اینا چقدر حقوق میگرفتن از اوقاف؟ اوقاف خانواده پهلوی درست کرد. ملت ایران، همیهنان گرامی من، تلویزیون بی سواد ایران آریایی، شما خواهش میکنم آقای سربی، استدعا میکنم ازتون ساعت 1:45 امروز کالیفرنیا، یعنی نهونی، یک برنامه از ایران آریایی پخش شد
یک محمد رضا شاه راجع به نجات آذربایجان این تکره به آگاهی همیهنان من برسونید. محمد رضا شاه با کتشلوار آبی راه راه که من خیلی اون لباس رو دوست دارم، به خودم همیشه این لباس رو میپوشیدم، یعنی همیشه دارم دو سو در دست کتشلوار آبی راه راه من دارم. بچه بودم گاهنامه شاهنشاهی که میدیدم شاه را همیشه با اون لباس میدیدم کنار ملک سریا. الان اون لباس درشه در این فیلم. ببینید چه دیگه میگه وقتی سهرگاه ساعت 4 صبح نیروهای بیگانه وارد کشور ما شدند، یعنی انگلستان، ارتش ایران 24 ساعت مقاومت کرد، ولی جنگ اول جهانی 3 روز مقاومت کرد، اما جنگ دوم جهانی 1 روز مقاومت کرد، 1 روز کمتر البته. تیمسار بایندور کشته شد در مورد نیروی دریایی و ارتش بلافاصله تسلیم شد به فرمان رضا شاه. بلافاصله تسلیم شد، بلافاصله. خود محمد رضا شاه آنگاه میکنه سهرگاه ساعت 4:30 سوم شهریور وقتی نیروهای بیگانه وارد کشور ما شدند، گفتند به شاه کاری نداریم، بذارید سر جاش باشه، اما قرارداد ما رو باید بپذیرند. این جمله محمد رضا شاهه. خب یه شاه دست نشونده، نوکر ما نوکری داشت، اون نوکرم نوکری داشت، همه عارف و عامی میدونن، منهای متأسفین خانواده پهلوی، یه حکومتی رو انگلستان آورد، اما حکومت رو فرانسه اول بعد امریکا و بعد دوتا همراهش انگلستان و آلمان بردنش و سلام تمام شد. آقای سرمه من نمیخوام بگم بعد از داستان درست شدن اولین گروه سیاسی خارج از کشور برای بردن پادشاهی، دبیر کل اون جریان که دکتر منوچهر کلالی بود و بعد واگذار شد به جوانترین عنصر اون سازمان به نام نصر احمدی، علت چه بود؟ علت رفتن شد. اجازه بدید یک روزی امیدوارم در مناظره رویارو با شاهزاده رضا پهلوی من این مطلب رو عنوان بکنم. اما برگردم به مطلب اصلی قانون اساسی پارلمانی. من از تباهی و فساد قانون مشروطه و قانون جمهوری اسلامی آمدم قانون پارلمانی نوشتم. وقتی در اون آیین‌نامه بند 6 نوشتم اصلاحات در پاره از مواد قانون اساسی مشروطه، همراهان مسن من و درجه دار من و صاحب پست و مقام معترض شدند، آقایان سناتورها، آقایان وزرا، آقایان استادان علوم اجتماعی، همه معترض شدند و 2 سال نق می‌زدند. گفتم، عرض کردم تا به اونجا منو بردن که اگر در پاریس نمی بودم من مهدور دم می‌شدم، مصادره اموال. اما آقایون رفتن حزب مشروطه درست کردن در آوریل 1992 و آمدن گفتن از طریق مشروطه ما شاهزاده رو میخوان ببریم ایران. خب شاهزاده هم که بدش نمیمد، ولی بعدها چون آمادگی روحی روانی در این قضیه نداشت و یک بار هم ژنرال هیگ فرمانده نیروهای ناتو در پاریس با ایشون دیدار، یعنی ایشون دیدار داشت به همراهی ارتش بود بهرام آریانا، چون بهرام آریانا و ژنرال هیگ دوست بودند، شاهزاده پاسخ داده بود که وقتی منو ببرید مرز بلوچستان رادیو هم بذارید و پخش بشه و آمدیم ما شکست خوردیم، از کدوم راه میتونیم بیایم بیرون؟ ژنرال هیگ گفت آقای آریانا خیلی به من بی‌حرمتی کردی، من دوستی تو احترام میذارم، اما بنا نبود تو این آدمو به من معرفی کنی، این جوانو. این جمله ژنرال هیگ. شما میتونید از سریا آریانا همسر ارتش بود درام آریانا از گشتاس و آریانا این مسئله رو بپرسید. آقای سروی بنیابت خواهش میکنم، بنیابت یک بلندگو، شما این مسئله رو بپرسید. من باید اون روز تکلیف خودم رو روشن میکردم، با این آدم دست به دست نمیدادم، بلکه از زمانی که دکتر کلالی به ایران رفت که 6 نفر شاهده و اون جمله رو که عنوان کرد، من دیگه نمیباید این راهو میرفتم. من آمدم گفتم انقلاب شده، ایشان از انقلاب درس آموخته، جای قبرم به پدرش ندادند، از دموکراسی نیم بند امریکا، من به عنوان قانونگذار میگم دموکراسی نیم بند، به عنوان حکومت شناس میگم، اگر به عنوان آدم سیاسی یا معمولی باشم میگم به به دموکراسی عالی امریکا، دموکراسی مفاخر بشری. نه خیر، اینطور نیست، 50% خوب 50% بده. قانون امریکا، دموکراسی امریکا در سیاست، دموکراسی معمولا به سیاست منتهی میشه، نه به حتی به جامعه. نه، دموکراسی آن است که بتوانی دیکتاتور رو به زیر بکشی، دموکراسی آن است که بتونی حرفت رو به کرسی بنشونی، دموکراسی آن است که حقوق اقلیت محفوظ باشد، اون نیست که دموکراسی اکثریت هرچی گفت و تحت تاثیر باشند
و حرفشون رو به زور به کرسی بنشونن. هیتلر هم نشون، هیتلر 98.2% رأی آورد، اما رأی دیکتاتوری بود. جمهوری اسلامی هم که البته تقلب بود 98.2% رأی آورد که اون هم دیکتاتوری بود. آری نه، اون چوپان روستایی، اون کشاورز، اون دامدار، حتی اون مهندس، حتی اون پزشک، مگه خونده، مگه قامگی حکومت شناسی خونده که جمهوری اسلامی آره باشه یا نه باشه؟ او سرریزه بود، قامت بلور نوشت یا بلور ننوشت، رأی ها رو خوندند. من بس کردم داستان استان خوزستان که خود من رئیس هیئت بازرسی بودم، گرگلویه من که دیدم، به چشمم در بیبهان دیدم، در گردشهران دیدم، در دهدشت دیدم، مرکز گرگلویه، در یاسوج مرکز استان دیدم که چه تقلب کاری هایی میشه. آقای سروی، من این مفاسد قانون اساسی مشروطه را اجازه بدید عنوان کنم، بعد برسم به قانون اساسی اسلامی و بعد قانون پارلمانی. بعد از اون ماجرا که آمدیم در اصل 6 نوشتیم، آمدن رفتم حزب مشروطه درست کردم و ما همون سازمان رو ادامه دادیم تا رسید به جایی که من دریافتم نه، این تندمیر شاه دموکرات نخواهد شد. آقا قانون شده نیست، قانون راهیه که دیگه شاه مفری ازش نیست. اگر در مشروط شاه دیکتاتور به حساب شخص شاه نذارید، شما میدانید که آقای سربی هیچ وقت رضا شاه مجلس و مجلس نگفت، گفت طبیله، همیشه میگفت طبیله. رضا شاه همیشه مجلس شورای ملی رو میگفت طبیله. محمد رضا شاه هم در کتاب مأموریت برای وطنم در فصل اولش اونجا به صراحت خودش می‌نویسه که سفیر انگلستان در تهران هر سال که انتخابات مجلس بود لیست نمایندگان رو به وزیر کشور ما میداد. این جمله محمد رضا شاه ملت ایران، برید در اون کتاب بخونید، چاپ یکم، البته چاپ یکم، چاپ دوم، دهم، پنجم قبول نیست، چاپ یکم، برید اون رو بخونید. این رساله عملی آیت الله خمینی، چاپ اولش یه جوره، چاپ دو، سه، پنج، ده، دوازده فرق میکنه. برید چاپ اول آیت الله خمینی رو بخونید. من در جای خوندم، نوشته به فرانسه آوردنش در کتاب جامعه شناسی سیاسی ایران به فرانسه، در رساله دکترام هم هست. میگه هر وقت مالی، هرگاه مالی پیدا کرده که صاحب آن کافر یا سنی باشد، ببینید سنی رو در ردیف کافر گذاشته، بعد ببینید چه عنوان میکنه که در امان مسلمانان هستند. خب این یعنی اعلامیه علیه اسلام از طرف سنی ها، این دشمنی عربستان سعودی که یه خانواده دستی سنی انگلیسی هم هستند. خب بی‌سبب که نیست که اگر مالی پیدا کرده که صاحب آن کافر یا سنی باشد که در امان مسلمانان هستند. خب اون چاپ اول چی میگه جناب آقای سوری؟ اینی که چاپ اول مأموریت برای وطنم، من توصیه میدم، توصیه میکنم همیهنان گرامی من برن اونو بخونن. وقتی نمایندگان پارلمان ما باید برگزیده بشن، سفیر انگلستان لیستی به وزیر کشور ما میده و ما نمایندگان ناچاری. بعدم خودش عنوان میکنه یک حزبی ساختار مملکت ایست، مملکتی که به راه 1% دموکراسی بخواد به وقت عالی، تکزبی زیبندی نیست. خیلی خوب، بعد میاد حزب رستاخیز درست میکنه، تکزبی خودش هم میشه همه کارش، شما میخواد هم پادشاه باشه، هم مدیر کل باشه، هم رئیس اداره باشه، همه کار باشه، یک زن و دیگران هیچ. یک بار از امیر عباس و بایدار پرسیدن شما که فرد اول سیاسی مملکت هستید، گفتن نه آقا، فرد اول آخر وجود نداره. این جمله روزه است که من خودم شنیدم، فرد اول و آخر پادشاه علا حضرت هستن. خیلی مملکت هیچ قانون اساسیش اون همه اختیار به یه نفر میده، خب اون یه نفر هم باید باشه. شما نصر احمدی رو بذارید پادشاه مشروطه، دموکرات ترین، آزادی خواه ترین آدم چه کار میکنه آقای سروی؟ ناچار اون تنها قانون اساسی رو اجرا بکنه. وقتی در قانون اساسی عنوان میشه که دادستان قاضی به انتخاب حاکم شهر به علا حضرت معرفی میشه، خب این نصر احمدی گریزی داره، میتونه امضا نکنه. وقتی عنوان میکنه که شاه فرمانده کل و قواست، اعطای در جای دیگری اصل 56 بگمانم
اعطای درجات نظامی به فرمان پادشاهه، خب پادشاه هر کره بخواد سپهبد میکنه، هر کره بخواد سرلشکر میکنه، هر کسی بخواد تیم سر میکنه. چه بسیاری سرهنگان دلاور ما هرگز درجه نگرفتند. آقا سربی وقتی عنوان میکنه عزل و نصب به وزیر، به گمانم اصل 46 به فرمان پادشاه است، خب شاه هر کره خواست وزیر میکنه دیگه، هر کره خواست عزل میکنه. شما هیچ میدونید اصل یکی از اصول قانون اساسی نمیدونم حس نیستم اصل 49 به گمانم به صراحت عنوان میکنه انعقاد و انبساط مجلس و هر یکی از مجلسین در آن واحد به فرمان پادشاهه. کدام زشت این قانون اساسی بشر این ماده توشه آقای سروی همین الان گرامی؟ کدام قانون اساسی در دنیا؟ من پیشنویس قانون اساسی طالبان و وسیله دکتر جزایری نماینده مجلس شورای به قول خودشون لو جرگه در پاریس دیدم، آورد به نشون داد، و پیشنویس مجلس ملی آینده شما که احمد شاه مسعود رهبرش بود، چون من احمد شاه مسعود در مونتولیه دیده بودم و وقتی آمدم امریکا رادیو افغانستان با من مصاحبه کرد و خبر کشته شدن احمد شاه مسعود به من داد و من برای یکمین بار و نخستین بار در اون رادیو گریه کردم، بغضم گرفت چون دوستم بود، نماینده ملی رهبر ملی افغانستان که وسیله فرانسوی ها کشته شد در کوه پنجشیر، در ری پنجشیر. در اون قانون اساسی هم چیزی نیست آقای سروی، همین الان گرامی در قانون طالبان هم چیزی نیست. شما میدونید وقتی آمدن اردیبهشت 1328 23 اردیبهشت 1328 آمدن این اصل 49 بگمانم اصل 49 نمتمم میگوید از انعقاد و انبساط مجلس به فرمان پادشاه است، اون واژه از انعقاد و انبساط مجلس در آن واحد، واژه آن واحد و تمام سلطنه وقتی در پاریس دید که آواره بود، میدونید به شاه چه نامه سرگشاده اونو داشت؟ نوشت آقای اعلیحضرت کاری را که نه پدرتان جرأت کرد به زبان بیاورد، نه محمد علی شاه در دار بند به فکرش رسید، شما دارید عمده میکنید، من یقین دارم با گمان که نه یقین دارم که شما این تاج را میگذارید و میروید. این نامه موجوده در آرشیو مجلس شورای ملی ایران، این نامه موجوده، نامه کلام سلطنه. وقتی شما همه امور به یک نفر میسپرید، گیرم که یه نفر عاقل باشه، گیرم که دانا باشه، گیرم که آدم منصفی باشه، آیا در انصافش همه شعونات مملکت رو رعایت میکنه؟ خیر، هیچ وقت نمیتونه. یک نفر عقل کل نیست، همه کن همه چیز دانه، یک نفر خیلی چیزها رو نمیدونه، به ویژه آدمی که با کتاب سرکار نداره، ویژه علل خصوص آدمی که با کتاب مثل محمد رضا شاه و پسرش رضا پهلوی و پدر بزرگیش که او هیچی بیچاره خب خونده نوشتن بلد نبود، وقتی آمد آقای اورنگ، وقتی آمد نخست وزیر شد، فاجعه بار در تاریخ بشری آن است که نخست وزیری خوندن نوشتن بلد نباشه، و این توهین بزرگی به ملت ایران بود. انگلستان یه آدم بیسوادی را برد دو سال و سه ماه و چهارده روز نخست وزیر کرد، این بزرگترین توهین بشریه. ولی پادشاهان معمولا سردودمان ها خوندن نوشتن نمیدونن، 99% پادشاهان جهان خوندن نوشتن نمیدونن، طبیعیه برایشون با دسیسه، با زد و بند، با شمشیر، با تانک و توپ پادشاه میشه، حکومت میشکنه، خودش به جاش مینشینه، دکترا نمیخواد، حتی خوندن نوشتن هم نمیخواد، ولی فرزندانش ملزم هستند خوندن نوشتن یاد بگیرن، ملزم هستند، وظیفه دارن. جناب سربی وقتی یک تن تصمیم گیرنده میشه و مشروطه، اصل اول تا به آخر پاسو هست، یعنی قانون اساسی مشروطه، دزدی ها، خطاکاری ها، دیکتاتوری ها، زورگویی ها، چپاول، بیقاعدگی و بی‌نظمی و خلاف اصول اخلاق و میهنی رو مشروطه به یک نفر واگذار میکنه، اول به آخر، به نام پادشاه دینی، پادشاه دین پرور. یعنی دزدی پادشاه قانونیه. شما کجای جهان دیدید دیوانه شیشتون رو بشکنه و نرین خرش رو بچسبید؟ اگر فهمیدید دیوانه هست خب راهش میکنید، اما به هر حال خشمهانیتون رو میرید یکتش رو میچسبید. شما سگی پاتون رو گاز میگیره صابخونه، باید یه سنگی به سگ بزنه، یه چوب یواشکی به سگ بزنه. شما جرأت سوال جواب از شاه غیر مسئول ندارید در مشروطه. ملت ایران همین الان گرامی، پادشاه از مسئولیت مبراست،
اینو به کجا باید گفت؟ قانون پارلمانی باید گفت. قانون پارلمانی پاسخش رو میده، حکومت پارلمانی. وقتی در اصل 6 من نوشتم اصلاحات در پاری از قانون اساسی مشروطه و بعدها با رضا پهلوی مطرح کردم، ایشون گفت راهی برای اصلاح هست. گفتم قانون اساسی مشروط آنچنان بده، آنچنان فاسده که من نمیبینم درش چیزی مثل اینی که جمهوری اسلامی رو بخوایم اصلاح بکنیم. اون موقع اصلاح طلبان نبود. گفتم مثل اینی که بخوایم جمهوری اسلامی اصلاح بکنیم. نخیر، اینقدر مضرات در جمهوری اسلامی هست و اینقدر مفاسد در قانون اساسی مشروط هست، من راه اصلاحی درش نمیبینم. آقایان که هم رفتند، اونا به حسب پست مقامشون رفتند، وزیر بودن. خب وقتی من می آمدم قانون مشروطه رو دیگرگونی درش ایجاد می کردم، اون وزیر دیگه نمیتونست یک تازه کنه به عنوان وزیر یا اون امیر ارتش، دیگه راه زورگویی براش نبود. چرا؟ چون اونها بازوان خود شاه مشروطه بودند، اونها پیچره شاه مشروطه بودند، بنابراین حق داشتن برا شفته بشن. یک، می گفتن این نصر احمدی جوانه، همیشه می گفتن نصر احمدی بچه هست، بچه. این حرف آقای فروهره همیشه می گفت کلالی نصر بچه هست، سر به سرش نذار. این جمله ایشونه، اینو همه می دونن، اعضای اون سازمان می دونن. خیلی خوب، راهی نبود. من سالها بعد آمدم قانون اساسی پارلمانی نوشتم، از قضا یک نسخه هم به عنوان شهروند برای آقای رضا پهلوی فرستاده شد، به عنوان شهروند، نه به عنوان هیچ مقامی، چون من هیچ مقامی از ایشون به رسمیت نمیشناسم. یک، اولا ورود پهلوی به پادشاهی غیر قانونی بود، اینو من به عنوان قانونگذار میگم، به عنوان سیاست نه، به عنوان آدم سیاسی نه، اما به عنوان قانونگذار آمدن رضا شاه بر مصطبه غیر قانونی بود. دو، گیرن که قانونی شد. چرا؟ چون اون مؤسسان بعد از قدرت رضا شاه درست شد به فرمان رضا شاه. زمانی که احمد شاه در پاریس بود و ایشون همه کار کشور بود، مؤسسان درست شد. در هیچ کجای قانون مشروطه شما واژه نمیبینید که مجلس شورای ملی شاه بیاورد و شاه ببرد. این پادشاه که مجلس رو میبره و میاره در قانون مشروطه. بنابراین خواندن قانونی نیامد، چون هیچ پادشاهی در تاریخ ایران قانونی نیامد. اینه که هیچ چشمش سور نیست. خیلی خوب، ایشون قش پایین جامعه بود. آقای سرمان، از شما 6 ماه پیش خواهش کردم، نمیدونم آیا پذیرفتید یا نه، که شما چون وسیله و دستگاه دارید، یک فیلمی به نام رضا شاه است از تلویزیون به نام ایران آریایی که بلندگوی خاندان پهلوی هست، شما اون فیلمو ضبط بکنید. چرا این کارو بکنید؟ برای یه جملهش و نه بیشترش. بیشتر شما دقیق و بهتر از اون مورخ و نویسنده و اون فیلمبردار میدونم. یعنی اون باید 100 سال تعلیم ببینه زیر نظر من، فقط به خاطر یه جملهش. نوشته جوانی لخت او رو پاپتی و گرسنه رفت به سربازی قزاق. من برای این یه جمله میخواستم اون فیلمو شما بگیرید و داشته باشید در آرشیوتون. آیا دارید اون فیلمو؟ بله، ما روی یوتیوب بود، نشونم دادیم چند روز اون موقع. بله بله، من منظورم همون یه جمله بود. آقای سروی، مردی که برای گرسنگی به سربازی میره در لشکر قزاق، قزاق هم توضیح بدم حضور همین و بینندگان گرامی شما، قزاق به معنای پشمین پوشی پا، واژه‌ش ترکی. وقتی ناصرالدین شاه عازم سفر فرنگ میشه، امپراتور روسیه دعوتش میکنه به مدت 11 روز و خود بیشتر جنرال گاردن از سوی نپولئون بناپارت آمد، ارتش ایران رو به صورت منظم امروزی درست کرد در خدمت عباس میرزا، اون ولیعهد دلاور و رشید و پایه‌گذار مدرنیته در ایران. او بود که اولین دسته دانشجویان رو به خارج فرستاد، همیهنان گرامی. او بود که چاپخانه سنگی درست کرد. در دوره او بود که نخستین کار ترجمه شروع شد. در دوره او بود که ارتش به صورت ارتش منظم امروزی درآمد. این خدمات عباس میرزا قاجاره که خب خیانت بهش شد، هم از سوی رهبران منصبی، هم انگلستان مستقیم با روسیه همکاری کرد، هم متاسفانه شوربختانه ناپلئون بناپارت با همه رشادتش، با همه جنگاوریش، با همه مردی که فرانسه رو برد ابرقدرت جهان کرد تا 40 سال پیش. میدانید چه ماه قرارداد ایران انگلستان برای نفت به زبان فرانسه نوشته شده؟ شما میدانید همه قراردادهای بین‌المللی کره ارز به فرانسه نوشته میشد؟
و به ویژه قرارداد پایان جنگ اول و دوم جهانی در کاخ ورسای به فرانسه نوشته شده، اینا رو میدونستید آقای سوربی؟ همینان گرامی خبر نداشتم. بله، عباس میرزا قاجار عرض کردم پایه‌گذار مدرنیته در ایران بوده و بعدها ادامه پیدا کرده زمان ناصرالدین‌شاه و ایران. ناصرالدین‌شاه وقتی که میخواد بیاد سفر فرنگ، امپراتور روسیه دعوتش میکنه 11 روز و در اونجا یک گروه از ارتش میفرسته، میگه من میخوام در بخشی از ارتش شما هم تعلیمات بدم مثل فرانسه. ناصرالدین‌شاه میگه خیلی ممنونم امپراتور، ما که فرانسه تدارک دیده، شما هم که خودتون آرزوتون بوده پدرانتون که برید فرانسه آموزش ببینید، برید زبان فرانسه یاد بگیرید، برید دانشگاه فرانسه. میگه نه، ما همسایه شماییم، دلمون میخواد از این ارتش هم شما بهره مند بشید. و یک دسته 60 نفری افسر در اختیار ناصرالدین‌شاه میذاره، 1000 اراده توپ بهش میده و 60,000 تفنگ و 600,000 فشنگ و اسم قزاک و سرش میذارن قزاک خود روسو. رضا شاه در اون ارتش سرباز میشه، به درجه سرهنگی میرسه و بعد دیگه بقیه قضایی رو میدونید که سرهنگی به بالا. انگلستان، دولت فخیمه بریتانیا در این قضیه چه سهم و چه نقشی داشت و آنچنان که شد که دیدیم. خیلی خوب، این قانون اساسی مشروطه ادامه کار قاجار به پهلوی رسید، محصر شد پهلوی و این خاندان بر سر کار آمدن. در قانون مشروطه هیچ جا گفته نشده که پارلمان میتونه شاه بیاره، در هیچ جاش هم گفته نشده پارلمان میتونه شاه را عزل بکنه. بنابراین این پادشاهی که میتونه مجلس شورای ملی رو جابجا کنه، ببنده، باز کنه، نماینده بیاره، نماینده ببره. و این قانون شما زیاندار نمیدونید. از طرفی وقتی به گمانم در اصل 27 که در همه قوانین اساسی کره ارض این مطلب هست، یعنی دو مطلب در همه قوانین اساسی دنیا هست مشترکه، که یکیش ابداع و ابتکار مونتسکیو و ژان ژاک روسو هست، اصل تفکیک قوا. اونجا میگوید قوا از هم دیگر منفک هستند، جدا هستند. این اصلی که در همه قوانین اساسی جهان هست. یه اصلش هم عنوان میکنه که قوا ناشی از اراده ملت هست. این اصل ثابت شده بگم اون اصل بیشرفته. وقتی ملت به خیابون میریزه و میگه شاه تو را ما تو را نمیخواهیم، مرگ بر شاه، شاه برود هر کی بیاید، و اون راجعه سوش تو، البته من دیگه عنوان نمی کنم که ملت چی گفت. خیلی خوب، شاه رفت، خب پادشاهی تمام شد. مگر نمی گوید قانون وقتی از ارادی ملت، خود شاه هم نخستین بار به گمان من انقلابی ترین عنصر ایرانی شاهه، آمد گفت صدای انقلاب شما را شنیدم. کتبی گفت آقای سوربی به گمان تلویزیون رنگارنگ اصل فیلمو داره. چرا؟ اونجا که شاه عنوان میکنه اگر آماده هستید من شروع بکنم، همه تلویزیون ها دارن، ولی این تکر من از تلویزیون رنگارنگ دیدم، اگر شما آماده هستید من شروع کنم، این جمله محمد رضا شاه است. بنابراین ایشون با آمادگی کامل آمد صدای انقلاب شما رو شنیدم و گفت و انقلاب شد و از مملکت بیرون آمد. خیلی خوب، بعدها آمدند شاهزاده رضا پهلوی سوگند پادشاهی یاد کردن. خب سوگند اصل 39 چه آنگاه میکنه؟ میگوید ولیعهد وقتی به سن قانونی برسد در صحن مجلس شورای ملی باید سوگند یاد کنند. خب این سوگند که در مجلس شورای ملی نشد، در خارج از کشور بود، یه ساختباخت سیاسی بود. و بعد ایشون دوبار هم کلام‌الله مجید میبوسه. آقای دکتر هوشنگ منتصری، آخرین رئیس دانشگاه آریامهر که الان مجید شریف واقعی اسمشه، شاه ولی دانشگاه شریف که مجاهده، یا آقای مجاهدی به نام شریف اسم این دانشگاه، بر سرش بر سر اون آقا ساره چرا جمهوری اسلامی گذاشته نمیدونم، اونو من بیخبرم. ایشان نوار رو به من داد، آمد پاریس. وقتی آمد پاریس یک آقای به نام رضا رسپار از وابستگان خانواده پهلوی و رئیس معاون ساواک تهران این نوار رو به من داد. من این نوار رو گوش گرفتم به دقت، چندین بارم گوش گرفتم. همه ی رادیو تلویزیون ها به جهان هم دارن. ایشون سوگند خورده که به قانون اساسی مشروطه وفادار. خیلی خوب، شما اگر کسی پیدا بشه سوگندش رو در پیشگاه جهانیان بخواد وارونه بکنه و بخواد نادیده بگیره، تکلیف ملت با اون آدم چیه؟ اونو به عنوان پادشاه. خیلی خوب، خاندان پهلوی مبتنی بر مشروطه پادشاه هستن، اما قانون اساسی مشروطه ارتباطی به خانواده پهلوی نداره. هرگز
آقای رضا پهلوی پنج سال پیش از من شنید که من میخوام کانون اساسی بنویسم. چرا سرکار بانویی که من نمیخوام پیشو بیارم در گفتگوی تلفنی متأسفانه نمیدونم تلفن من وصل بود، تلفن ایشون وصل بود، یا ایشون ضبط کرده بود به رضا پهلوی. بعد رضا پهلوی بلافاصله آمد تو تلویزیون، تلویزیونی به نام اندیشه که گفت تنها تلویزیون مورد باور منه، من خودم از ایشون شنیدم، یعنی دیگر تلویزیون ها بین معتلن، یعنی تلویزیون ایران آریای که صفت آورو پهلوی رو به سنس و به سیلی میزنن، یعنی هیچ. برای که اون تلویزیون ایران، برای که اون تلویزیون آقای دورمانی به اینا پول میده و اینها هم همیشه دور پول هستن. متاسفانه وقت امروزمون تموم شد. خیلی خواستم فقط این تیکر رو عنوان کنم. ایشون اومدن گفتن ما قانون اساسی پارلمانی داریم می‌نویسیم، 56 نفر هستیم، 26 تا حقوقدان، 26 تا جامعه شناس. من هم همراهشون هم، ولی من سرشته در این کار ندارم. خوشبختانه وقتی قانون اساسی پارلمانی براشون فرستاده شد، ایشون دیگه مطلبی رو عنوان نکردن. بنابراین قانون اساسی مشروطه نه ارتباطی با شاهزاده رضا پهلوی داره، نه خاندان پهلوی رو بربر میگیره، نه شامل خاندان پهلوی هست، برای همه این ملت ایرانه. هیچ درش تأثیری از مذهب، نژاد، زبان، حتی جنسیت درش نیست. قانونیست بی ضرر، قانونیست در جهت تعالی شخصیت تجلی عنصر ایرانی هست. یعنی هر ایرانی اون مراتب شایستگی رو داشته باشه میتونه بر جایگاه بنشینه. و بی‌آزاری هم درش هست، حرمت دین هست کامل، دین احترامش محفوظه، اما جدا از حکومت و دولته. لایسیته هم هست. چرا؟ هر کی آزاده، دینش رو هر جور میخواد انتخاب بکنه بدون ضرر رسوندن به دیگری. بهشت هم جاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. من در این قانون اساسی با الهام از فرهنگ آتنی یعنی غربی به اضافه سنت مطلق ایرانی این قانون اساسی رو نوشتم. هیچ گروهی بهش متضرر نیست مگر حکومت داران مذهبی و مگر حکومت مداران مشروطه. تازه در این قانون اساسی پارلمانی جان، مال، ثروت، آبرو و حیثیت روحانیون هم محفوظ و آشکاره، نه تنها مستطره بلکه آشکاره. پاسدار هم از با حفظ درجه میاد به ارتش ملی. هیچ عنصر زیان بخش دیگری نیست. اگر کسی شاکی از سردمداران شکایت دادگاه میکنه، اونم دادگاه حقوقی. بلاخیر این است که واگذار میکنیم بررسی قانون اساسی مشروطه را از آغاز تا انجام و بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی و سپس قانون اساسی حکومت پارلمانی. این هدف ما هست. آرزو شادی برای شما همیهنان گرامی جناب سروی دارم و سپاسگزارم از جناب مهندس سهراب چمنارا برای تضمین و ساپورت این اندیشه انسانی اخلاقی میهنی. و اگر قانونی درش اخلاقیات نباشه و حکومت درش اخلاقیات نباشه به درد هیچ چیز نخواهد خورد. سلامت نفس، سلامت نفس آرمان آورنده، سلامت نفس همیهنان برای حکومت و دولت و سیاست. شاید خوش باشید. گفتگو رو واگذار میکنه به هفته آینده. بسیار ممنون. به امید دیدار. دوستان عزیز، همون جوری که در طی برنامه دیدید، صفحه جدید فیسبوک ایشون درست شده، مرتب، هم با فارسی هم با انگلیسی میتونید دسترسی پیدا کنید. شماره تلفنشون هست 818-201-5779. وبسایتشون rayestani.com نشون دادم. یه وبسایت دیگه هست به نام United Iranian که اونجا کتاب ایشون هم هست. ممنونم. و اگه خواستید تماس بگیرید، لطف کنید مستقیما تماس بگیرید با خود آقای دکتر نصر احمدی. شماره تلفن ایشون، یا آقای احمدی شما تکست هم قبول میکنید با این تلفن یا فقط تلفن؟ خیر متاسفانه خیر، تا شرایط فراهم بشه که در هفته دیگه به گمانم شرایط کاملا هموار خواهد شد، هم داستان اسکایپ را خواهد افتاد، هم داستان همین تکست و همه این چیزهایی که به کامپیوتر مربوط خواهد شد به گمانم حداکثر تا سه هفته دیگه همواری خواهد بود برای همه همیهنان گرامی. همینطور هم که اشاره فرمودید، اگر مطلبی تخصصی تکنیکی هست و فنی به لحاظ سیاست، حکومت، دولت، حتی ادبیات، تاریخ، آنچه که دانش من اجازه میده، با تیر خاطر در خدمت همیهنان هستم. هر ساعتی از شب و روز مهم نیست، اما استدعا دارم از همیهنان نمره پنهان نزنند که من پاسخگو نیستم. فعلا دبیرخانه جبهه نزدیک من نیست، دبیرخانه موقت به فاصله شاید چند هزار کیلومتر از من هست، مطالب برای من میخونند، اما نمره تلفن که فرمودید بله من پاسخگو هستم. هر کسی میخواد با من مربوط باشه به همین شماره 818 که ایده کد هست 201 57 79. امیدوارم که همیهنان کلم کاغذ داشته باشن، یادداشت کنن.
از جناب سوریان تقاضا میکنم بعدها یه دو دیگه این مطلب با آرامی برای همیهنان بخونن. همین نمره یه که سالهای سال از ورود من به امریکا در رادیو تلویزیون ها بوده، با آرزو شادی برای همه همیهنان شما جناب سوری. و جناب سوری ایمیل هایی به دست من میرسه، یعنی به دست من نه، از سوی دبیرخانه موقت برای من خونده میشه و حتی تلفن در پیغام که چرا در تلویزیون سوری شما برنامه دارید. من اولا خودم مسئول گفتار خودم هستم، تلویزیون مسئول گفته من نیست. تا اونجا که من حس کنم تلویزیون آقای سوری برای من مفریست از آزادی گفتار و اندیشه، چون من حرف خودم رو میزنم در این تلویزیون خواهم بود، هر موقع حس کردم سانسور از طرف آقای سوری هست بیگمان به آقای همیهنان خواهم رساند. آقای احمدی اجازه بدید چون این موضوع رو مطرح کردین، شما لطف کنید به اونا بگید تو کدوم تلویزیون برم، بعد با اون تلویزیون تماس بگیرن ببینن به شما اجازه میدن آزاد باشین. این جواب نه آقای شون الان اسمون قدغنه برای تلویزیون. خب اگر وقت دارید دو دقیقه من دو مطلب رو بگم. متاسفانه باید برم، من باید برم واشنگتن، ولی پاسخ اینها اینه، شما اولا با روحیه‌شون آشنا میشی، بهشون بگو چه تلویزیونی. مثلا به شما میگن تلویزیون ایران آریایی، بگو آقا تلویزیون ایرانی آریایی که از حکومت جمهوری اسلامی بدتره. بگو تلویزیون اندیشه، بگو آقا تلویزیون اندیشه ساعتی 800 دلار. من جلسه پیش گفتم شما هم عجله دارید برای رفتن، من بارها گفتم سانسور اینجاست. در برنامه تلویزیون پارس آقای علیرضا میگودی برنامه گذار من بود، با انگشت رو به خطا یعنی پایین آوردن در سر میز و کوبیدن به میز، گفتم آقای علیرضا میگودی سانسور اینجاست، تلویزیون شما همه تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور در جمهوری اسلامی ملت ایران، من آزادتر هستم برای گفتار تا تلویزیون های بیرون از کشور. دستبندی اینجاست، سانسور اینجاست، اختناق اینجاست، تک بودی اینجاست، تک سروری اینجاست. سپاسگزارم آقای سوری. ممنونم از مطلبی که اون شاهده را دیگه وقت نشد بگم تا گفتگوی بعدی. بسیار ممنون، اوقات خوبی داشته باشید. مرسی عزیزم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز با آقای دکتر نصر احمدی بودیم که میتونید به وسیله تلفن، اون هم تلفن 818 اریا کد 201-57-79 در تماس باشید باشون. و آقای چمنارا هم گفتن اگر مایل هستید حتی توی برنامه ها شرکت کنید وقتی که با آقای احمدی صحبت میکنید، اگه ایشون شما رو دعوت کنه برای برنامه میپرسن که از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن ما با شما تماس میگیریم، به همون روش که آقای چمنارا چند دقیقه قبل از برنامه صحبت میکنن شما صحبت میکنید، بعد آقای یا اصلا به صورت گفت و شنود باشه، همونجوری که مثلا آقای مصطفی زاده آمدن در تلویزیون در برنامه آقای افشارها. و اینی که اون به اون زنگ میزنه اصلا اینا برای من مهم نیستن، یه زمانی برام مهم بودن چون تجربه نداشتم، ولی الان برام مهم نیستن. میدونم که اینها فقط هدفشون اینه که شما ساکت بشی. اوکی چرا رفتی تو این تلویزیون؟ خب رفتم که رفتم، تو کدوم تلویزیون برم؟ ویدیوی من که روی یوتیوبه وردار توی اون تلویزیون مورد علاقت پخش کن ببین پخش میکنن. اینها را اصلا اسمشون هم نیارید بهتره، وقتتون رو هم تلف نکنید. دوستان عزیز برنامه ها رو پی میگیریم و اون 7 دقیقه فیلمی رو که راجع به این هست که چگونه سکته نکنیم تقدیم میکنم به شما. اگر کسی مایل هست اون رو، مخصوصاً الان این ایام تعطیلات که همه نسبتاً پرخوری میکنیم، حاضر هست که حمایت کنه به ما خبر بده، اگه نه که مثل همیشه اون هم از جیب مبارک خودم پرداخت میکنم. روز روزگار بر شما خوش، ممنونم که با ما همراه و همسفر بودید.